No Americans were harmed. در حمله دیشب رژیم ایران به هیچ آمریکایی صدمه ای وارد نشد و هیچ کسی از ما کشته یا زخمی نشد و همه سربازان ما صحیح و سالمند و تنها به پایگاه های ما خسارات جزئی وارد شد. نیروهای آمریکایی آماده مواجهه با هر تهدیدی هستند و ایران به نظر می رسد که عقب نشسته است که برای همه طرف ها و برای جهان چیز خوبی است. For the world. در 60 دقیقه میپرسیم بعد از انتقام موشکی ایران از آمریکا آیا خطر جنگ رفع شده؟ آخرین ها را از خبرنگارانمان مقابل کاخ سفید میشنویم و خواهیم گفت که در گفتگوهای متحدان ایران در استانبول چه گذشته. این موشک ها برای چه شلیک شدند؟ ایران میگوید پیش از حمله به عراقی ها خبر داده بود. آقای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. آیت الله خامنه ای میگوید حضور آمریکا در منطقه باید تمام شود. از میهمانان برنامه میپرسیم این حرف رهبر ایران به چه معناست؟ همچنین در برنامه امشب مرگ 176 سرنشین یک هواپیمای مسافری بعد از سقوط در نزدیکی تهران، از این سانحه چه می‌دانیم؟ با سه خلبان صحبت می‌کنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به این 60 دقیقه ویژه خوش آمدید. در دو ساعت آینده همراهتان خواهیم بود. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در یک سخنرانی گفت به دنبال صلح با ایران است. حدود نصف روز بعد از حمله های موشکی ایران به دو مقر نیروهای آمریکایی در عراق، دونالد ترامپ گفت کسی از نیروهای کشورش در این حمله کشته نشده. این جمله کلیدی ترین نکته در تحولات 24 ساعت اخیر بود، چرا که واکنش رئیس جمهوری آمریکا بر اساس این موضوع تعیین می‌شد. نخست وزیر عراق و وزیر خارجه ایران گفتند که حمله با اطلاع مقام‌های عراقی صورت گرفته، گرچه عراق می‌گوید به دلیل نقض حاکمیت ملیش از ایران ناخرسند است. به گفته ارتش عراق، ایران در مجموع 22 موشک شلیک کرده. 17 موشک به سوی پایگاه عین الاسد در استان انبار و 5 موشک به پایگاه حریر در اربیل. در ایران هم رهبر جمهوری اسلامی از سیلی محکم به صورت آمریکا حرف زد، اما گفت انتقام اصلی خروج آمریکا از منطقه است. پیشتر پارلمان عراق به طرحی برای خروج آمریکا از این کشور رأی داده بود. جزئیات در گزارشی از کسری ناجی. ایران میگوید دیشب 10 موشک به طرف دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق شلیک کرد. در ساعات اول صبح برای انتقام گیری قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که پنجشنبه شب گذشته در عراق کشته شد. این تصاویر تلویزیون ایران از پرتاب این موشک‌ها که ظاهراً از غرب کشور در نزدیکی کرمانشاه صورت گرفت. حمله‌ای که ناگهان نگرانی‌ها را از شروع جنگی بین ایران و آمریکا به شدت افزایش داد. گزارش ها حاکی است که 23 موشک شلیک شده که 15 موشک در پایگاه عین الاسد و 5 موشک در پایگاهی در نزدیکی اربیل فرود آمد. و این ظاهرا هنگام فرود بعضی از این موشک ها در پایگاه عین الاسد. تلویزیون خبری ایران که به طور غیر معمول به طور زنده این خبر را گزارش میکرد، دقایقی بعد این اطلاعیه سپاه پاسداران را منتشر کرد. به شیطان بزرگ، رژیم سفاک و مستکبر آمریکا هشدار میدهیم هر شرارت مجدد و یا تحرک و تجاوز دیگر با پاسخهای دردناکتر و کوبنده تری مواجه خواهد شد. اطلاعیه سپاه درباره این حمله به دو پایگاه در عین الاسد و اربیل این را روشن کرد که ایران برای انتقام گیری به همین حملات اکتفا کرده، چیزی که نگرانی ها را از تلافی جویی آمریکا و شروع جنگ کمی کاهش داد.
در واشنگتن در کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهوری کمی قبل از حمله سرگرم دیدار با نخست وزیر یونان بود. او کمی بعد با وزیران دفاع و خارجه‌اش و فرماندهان نظامی کشور در اتاق عملیات کاخ سفید تازه‌ترین گزارش‌ها از عراق را بررسی کرد. و این توییت او کمی بعد: همه چیز خوب است. موشک‌ها از سوی ایران به طرف دو پایگاه در عراق شلیک شد. ارزیابی من درباره تلفات و خسارات در حال انجام است. تا الان که اوضاع خوب است، ما با فاصله قدرتمندترین و مجهزترین ارتش را در سراسر جهان داریم و فردا صبح در این باره صحبت خواهم کرد. توییت های آقای ترامپ نشان داد که احتمالاً کسی از نیروهای آمریکایی مجروح یا کشته نشده، چیزی که خطر جنگ قریب الوقوع را باز هم کاهش داد. طی روز این عکس‌های ماهواری نشان داد که صدمه به پایگاه‌های آمریکایی چندان وسیع نبوده، اگرچه به نظر می‌رسد که دست کم 5 موشک در نقاط حساس پایگاه فرود آمدند. کمی دیرتر ساعت 11:30 صبح به وقت واشنگتن، این رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی کوتاه و تلویزیونی در مقابل مردم آمریکا، سخنانی که به نظر می‌رسید به احتمال وقوع جنگی با ایران فعلا خاتمه داد. No Americans were harmed. در حمله دیشب رژیم ایران به هیچ آمریکایی صدمه‌ای وارد نشد و هیچ کسی از ما کشته یا زخمی نشد و همه سربازان ما صحیح و سالمند و تنها به پایگاه‌های ما خسارات جزئی وارد شد. نیروهای آمریکایی آماده مواجهه با هر تهدیدی هستند و ایران به نظر می‌رسد که عقب نشسته است، که برای همه طرف‌ها و برای جهان چیز خوبی است. Which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. صبح امروز رهبر ایران در تهران هم به نظر می‌رسید که مسئله را تمام شده تلقی می‌کند، مگر آنکه آمریکا واکنش نشان دهد. تأکید او حالا بر فشارهای سیاسی برای مجبور کردن آمریکا به خروج از منطقه است، یک هدف تازه سیاسی ایران. بالاخره یه حادثه مهمی اتفاق افتاده است. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. اونچه که در مقام مقابله مهم است، این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. یک پایگاه نظامی آمریکا در منطقه. وزیر خارجه ایران هم امروز همین پیام را داشت و اینکه حمله موشکی ایران دیشب در چارچوب قوانین بین‌المللی و حق دفاع مشروع کشور بود. جمهوری اسلامی میبایست در برابر اقدام دولت آمریکا واکنش نظامی نشان میداد که دادیم، اما این پایان کار نیست. پایان کار در واقع خروج آمریکاست، که اون نیاز به اقدام نظامی نداره. نتیجه حرکت خود آمریکایی هاست و نتیجه حماقتیه که در این حرکت مغرورانه و ابلهانه به خودشون از خودشون نشون داده. جالب این که بالاخره و بعد از فاجعه دیروز در کرمان که 59 نفر دست کم در هجوم مردم در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی زیر دست و پا کشته شدند، جنازه او در ساعات اول صبح در تاریکی شب در میان هزاران نفر از عزاداران به خاک سپرده شد. پایان گرفتن چند روز سخت در ایران در میان بالا گرفتن احساسات، انتقام جویی و خطر جنگ. کسرانه جی بی بی سی. خبرنگار ما سام فرزانه از مقابل کاخ سفید با ماست. سام، ساعت‌های طولانی بسیاری از مردم جهان منتظر این سخنرانی دونالد ترامپ بودن برای اینکه میتونست تعیین کننده باشه. کمی در مورد واکنش‌ها به این سخنرانی در خود واشنگتن به ما بگو. همینطوره و آقای ترامپ هم به نظر میرسه که اونطوری که
خودش بلد هست اینجور کارها را انجام بده. خیلی به صورت سینمایی این سخنرانی رو شروع کرد. اول گروهی از اعضای کابینه او و همینطور نظامیان آمریکایی اومدن و پشت تریبون ایستادن که در واقع پشت او باشند و بعد آقای ترامپ دری که پشت تریبون بود باز شد و در یک حاله از نور وارد شد و به سمت تریبون اومد تا صحبت بکنه. یک ورود سینمایی. اقدام بعدی که کردیم بود که حتی پیش از اینکه سلام و صبح بخیر بگه جمله اول خودش رو گفت، جمله ای که تقریبا یک چیزی شبیه اون رو قبلا توییت کرده بود به این مضمون که تا زمانی که او رئیس جمهوری آمریکاست اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. و بعد در طول سخنرانی هم می‌دیدیم یکی دو جای دیگه هم باز دوباره اون ادبیات مخصوص آقای ترامپ به چشم می‌خوره. اون جایی که داره صحبت می‌کنه از بزرگی و عظمت موشک ها و صنایع نظامی، تجهیزات نظامی ایالات متحده، اینها به چشم می‌خورد. اما یک نکته دیگه هم بود در مورد این سخنرانی و اون اینکه آقای ترامپ در بیشتر این سخنرانی رو با از روی متن خوند و سعی کرد وفادار بمونه به اون متنی که از پیش نوشته شده بود و این رو هر دو طرف، هم سیاستمداران جمهوری خواه که همحزبی آقای ترامپ هستن با اون موافق هستن، در بیشتر مواقع این رو بهش اشاره کردن و هم از حزب مخالف دموکرات ها میگفتن که جای بسیار خوشحالی داره که آقای ترامپ وفادار مون به این متنی که نوشته شده بود و چیزی نگفت که بخواد تنش رو بیشتر بکنه بین ایالات متحده و ایران و روی این مسئله تاکید گذاشته بود. یک نکته دیگه آقای ترامپ در سخنرانیش برجسته بود و اون اشاره به این موضوع که نیروهای آمریکایی صدمه‌ای ندیدن، آسیبی ندیدن بر اثر این حمله، که این رو هم بسیاری دوباره اومدن و به اون واکنششون دادن و گفتن که این اتفاق بسیار خوبی است. اما یک چیزای حالا یک اختلافایی هم بود، علارغم اینکه هم دموکرات هم جمهوری‌خواه میگفتن خب چه خوب که هیچ کسی آسیب ندیده و چه خوب که حالا داره تنش پایین میاد، چه خوب که آقای ترامپ یک مقدار داره عقب نشینی میکنه از اون موضع تندی که شروع کرده بود. اما حالا اینجا چی میگن؟ دموکرات ها دارن میگن که کل این ماجرا اصلا شروع شدنش از اینجا بود که ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ از برجام عقب کشید. میگن که خب این برجام که بود قرار بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و هیچ کار دیگه‌ای در زمینه هسته‌ای انجام نده و یک چیزی بود که داشت کارم میکرد، خیلی هم خوب بود و ما بودیم که این رو شروع کردیم. جمهوری خواه چی میگن؟ میگن نه، این ایران بوده که به برجام، به روح برجام اونطور که اونها میگن پایبند نبوده و خلاصه میگن که آقای ترامپ کار بهتری کرد و چه خوب که حالا بریم به سراغ این که بتونیم با یک توافق بهتری رو با ایران بهش دست پیدا بکنیم. و یک مسئله دیگه ای که باز دوباره برای هر دو طرف مهم هست اینه که امروز قراره که سران کنگره، کسانی که در کمیته های خاصی از کنگره هستن، اینها براشون توضیح داده بشه، وزیر دفاع بره اونجا و براشون صحبت بکنه تا اونها بدونن که جزئیات این حمله ای که منجر به کشتن فرمانده ایرانی قاسم سلیمانی بوده چی بوده، دلایل دولت چی بوده، چرا فکر میکرده این کار باید انجام بشه و در این زمان باید انجام بشه. و ابراز امیدواری کردن که این توضیحات بتونه کمک بکنه اونها فهم بهتری داشته باشن از ماجرایی که اتفاق افتاده. اشاره که به برجام کردی جالب هست با توجه به اینکه بخش عمده از صحبت‌های آقای ترامپ هم در مورد برجام بود. از جمله اول شروع کرد و گفت که من اجازه نمیدم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و بعد در ادامه بارها به برجام برگشت. اما واکنشی که گفتی هم جالب هست از طرف دموکرات‌ها. بحث دیگر بحث این است که آیا اونها مطمئنن که سایه این جنگ برطرف شده؟ برای اینکه به نظر میومد ساعت‌های طولانی بسیاری نگران بودن که ممکن هست که واقعا یک جنگ دیگری در خاورمیانه باشه برای آمریکا. من قبل از اینکه حالا به این سوال جواب بدم، یک چیز دیگه هم در مورد برجام جالب بود. آقای ترامپ یک ادعایی رو از قبل مطرح می‌کرده که ایران بعد از امضای برجام میلیون‌ها دلار پول بهش داده شده و به جای اینکه از آمریکا تشکر بکنه اون پول رو مثلا صرف اقدامات و عملیات خودش در خاورمیانه کرده، که حالا امکان داره ایران هم واقعا این کارو کرده باشه. اما این نکته رو جمهوری خان و آقای ترامپ همیشه ناگفته می‌گذارن که این پولی بوده که متعلق به ایران بوده و این مثلا
چه میدونم یک پولی نبوده که آمریکایی ها به عنوان جایزه به ایرانی ها داده باشن، ولی اون همچنان سعی میکنه اینطوری در موردش صحبت بکنه و بگه که این پول رو آقای اوباما و دولت او به ایران دادن. اما در مورد سوال شما، به نظر میرسه اینطور که در واقع جمهوری خواهان رو من اینجا دارم مبنا قرار میدم، جمهوری خواهان دارن صحبت میکنن، اونها دیگه جنگی رو در افق نمیبینن و اینها کسایی هستن که با آقای ترامپ نزدیک هستن. یه حتی یک سناتور بسیار تندرو و جنگ طلب، سناتور لینزی گرام، وقتی که حرف میزنه او هم در مورد این صحبت میکنه که حالا بله ما از یک جنگ دور شدیم و اینها. و یا سناتور رند پال وقتی که صحبت میکنه میگه که خیلی خوب شد که ما جنگ نمیکنیم. اگر اونها رو مبنا قرار بدیم با توجه به نزدیک بودنشون به این کاخ سفید، میشه نتیجه گرفت که بله یک مقداری جنگ دور شده الان. متشکرم سام فرزانه، خبرنگار ما از مقابل کاخ سفید با ما. ایلان گولدنبرگ، مقام ارشد سابق وزارت دفاع آمریکا که مسئول پرونده ایران در پنتاگون بود، الان از واشنگتن با ماست. آقای گولدنبرگ، نظر شما در مورد حرف‌های آقای ترامپ چیه؟ من فکر میکنم اصولا الان در یک جای خوبی هستیم با توجه به حداقل در مقایسه با شرایطی که دیروز داشتیم. روشنه که پرزیدنت ترامپ نمیخواد که تنش بیشتر بشه، خواستار رویارویی و جنگ نیست. ایران با توجه به اون انتقامی که دیشب شاهدش بودیم نشون میده که اونها هم نمیخوان که واقعا برن به سمت جنگ. بنابراین به نظر من پاسخ ایران رو میشه یک قدمی به عقب تلقی کرد یا حتی یک نشانه‌ای که ایران میخواد با قدرت جواب بده ولی جنگ نمیخواد. و پرزیدنت ترامپ هم متناسب با همون جواب داد در بیانیه‌ای در سخنرانی که امروز داشت و من فکر میکنم که نه مردم آمریکا نه مردم ایران و رهبری ایران خواستار جنگ نیستن و میشه از این جنگ پرهیز کرد. این اتفاقات چند روز اخیر ادامه یک مجموعه از عملیات ایزایی دو طرف علیه هم بود که از در واقع حمله به کشتی ها، زدن پهپاد، بعد حملات دیگه در منطقه و تا اینکه رسیدیم به اینجا و موقعیتی که در چند روز اخیر نگرانی عمده بین المللی ایجاد کرده بود، حتی از جنگ جهانی سوم بعضی ها صحبت میکردن. واقعا چقدر فکر میکنید که این موقعیت محکمی هست؟ آیا فکر نمیکنید که این موقعیت شکننده است که هر لحظه ممکن هست که واقعا تبدیل به یک جنگ بشه دوباره؟ قطعاً فکر میکنم که همه باید یک مقدار آرامش خودشون حفظ کنن و از اصطلاحاتی مثل جنگ جهانی سوم استفاده نکنن. اینکه آیا این وضعیت نگران کننده و متزلزل هست؟ بله البته. آیا احتمال سوء محاسبه، محاسبه اشتباه یا گام اشتباه برداشتن هست؟ قطعاً. مهم اینه که کانال‌های ارتباط بین دو طرف احیاناً حفظ بشن و چیزی که نگران کننده است اینه که ایران تهدید به انتقام کرده و ما امیدواریم که این انتقام ایران بوده باشه و دیگر انتقامی در کار نباشه. از طرف دیگر پرزیدنت ترامپ هم خیلی غیر قابل پیش بینی هست. بنابراین من فکر میکنم که امیدوار بود که ما از خطر یک رویاروی همه جانبه پرهیز کردیم و امیدوارم که در روزهای آینده هم چنین باشه. شما مسئول میز ایران در پنتاگون بودید. ایران و آمریکا 40 سال هست که با هم مسئله دارن. ممکنه شما یه مقدار راجع به روند تصمیم گیری در مورد چنین موضوعاتی مثل کشتن مثلا فرمانده ارشد ایران برای ما بگید؟ چطور ممکن هست که آقای ترامپ این تصمیم رو گرفته باشه و چه روندی طی شده تا به اون نقطه رسیده؟ من میخوام این رو فقط بر اساس اون چیزی که در خبرها دیدم توصیف کنم، چون من الان دیگر در پنتاگون نیستم، اطلاعات خاصی در این باره ندارم. ولی به نظر میاد که ما در این ماه‌های اخیر شاهد افزایش تنش داریم که شاید با تصمیم آمریکا برای خروج از برجام شروع شده باشه، اما بعد شاهد افزایش تنش بودیم با حمله ایرانی‌ها به کشتی‌ها در منطقه، تحریم‌ها، حملات در داخل عراق، و بنابراین ما شاهد حمله در
در نهایت شاهد حمله به پایگاه عراق توسط نیروهای شیعه مورد حمایت ایران بودیم. و بعد پرزیدنت ترامپ گزینه‌هایی داشت به عنوان رئیس جمهور و تصمیمی که او گرفت در ابتدا این بود که نره به سمت جنرال سلیمانی، تصمیم گرفت که بعضی از نیروهای شیعه رو بهشون حمله کنه در داخل عراق، اما بعد شاهد تظاهرات در بغداد بودیم، شاهد حمله به سفارت آمریکا در بغداد بودیم که این واقعا رئیس جمهور رو عصبانی و ناراحت کرد و اون وقت بود که او تصمیم گرفت که من میخوام برم قطعی ترین و رادیکال ترین تصمیم رو بگیرم، میخوام سلیمانی رو بکشم، که به نظر میرسه خیلی از مقام ها رو شوکه کرده باشه، متعجب کرده باشه در دولت آمریکا، برای اینکه اونا انتظار چنین گزینه رادیکالی رو نداشتن. معمولا مقام های پنتاگون گزینه های مختلف رو پیش روی رئیس جمهور میگذارن و انتظار دارن که شاید او یکی از اون گزینه‌های میانه رو انتخاب کنه، اما واقعیت اینه که شما نباید گزینه‌ای رو جلوی رئیس جمهور آمریکا بگذارید که بعد نخواهید که او اون گزینه رو احیانا انتخاب کنه. بنابراین پرزیدنت ترامپ با مشاوران خودش صحبت کرده و در نهایت تصمیمش رو گرفته و به اینجا رسیدیم که الان می‌بینیم. ظرف روزهای اخیر اونچه که از مقام‌های ایران می‌شنویم، صدایی که از تهران میاد به طور متحد یک صدا هست. انتقام ایران از آمریکا این هستش که آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه. چقدر به نظر شما دستیافتنی هستیم برای ایران؟ من فکر میکنم که در نهایت ایالات متحده شاید ممکنه مجبور باشه که از عراق خارج بشه. صادقانه باید بگم که دولت عراق ناراضی و خسته شده از هم دخالت‌های آمریکا و هم دخالت‌های ایران و اونها دوست دارن که هر دوی این دو دولت اونها رو به حال خودشون رها کنن. طبیعتاً بزرگترین ترس اونها اینه که عراق تبدیل به میدان جنگی بشه برای جنگ بین ایران و آمریکا در کشورشون، این بزرگترین کابوس اونهاست. بنابراین من فکر می‌کنم که از این دیدگاه می‌تونیم ببینیم که آمریکا شاید مجبور بشه که از عراق بیاد بیرون، اما اینکه آمریکا بخواد از عربستان سعودی، قطر یا امارات خارج بشه، جایی که شرکایی داره، فکر نمی‌کنم چه این شرکایی بخوان از آمریکا که اون کشور رو ترک کنه، و فکر نمی‌کنم که ایران در مقامی باشه که بخواد که آمریکا رو از اون کشور رو بیرون کنه. بنابراین شاید باید یک راه حل همکاری متقابل پیدا بشه بین این کشورها، بین ایران و آمریکا و همینطور بین ایران و کشورهای خلیج، عربستان سعودی و دیگر رقیبان ایران. همه باید تلاش کنند که تنش کمتر بشه تا از جنگ پرهیز بشه. ممنونم از شما ایلان گولدنبرگ، مقام ارشد سابق وزارت دفاع آمریکا. اما همکارم خشایار جنیدی الان از استانبول با ماست. خشایار، میدونیم که تحولات دیگری به موازات اونچه که در واقع تمرکز خبری روش بود در حال جریان هست که چندان پوشش خبری نگرفت. یکیش همین سفرهای اخیر آقای پوتین هست. در مورد سفر او بعد از دمشق به ترکیه برامون بگو. بله، همینطور است. البته سفر دمشق یک مقدار غیر منتظره بود، اعلام نشده بود، ولی سر راه سفرش به استانبول اومد، رفت به دمشق و بعد به استانبول اومد. هدف از این سفر افتتاح خط لوله انتقال گاز طبیعی هست از روسیه به ترکیه و از ترکیه به تب به اروپا به نام ترک استریم، که خیلی مانور زیادی دارن میدن روسیه و ترکیه به روش از جهت قدرتی که برای اونها در عرصه انرژی در اروپا به وجود میاره. در کنار برنامه مربوط به افتتاح این خط لوله در مورد اوضاع خاورمیانه و تنش‌هایی که به وجود اومده و علاوه بر اون اوضاع لیبی هم صحبت شده در رابطه با اتفاقات 24 ساعت گذشته، در بیانیه مشترکی که ترکیه و روسیه صادر کردن به این نکته اشاره کردن که دو کشور بر این باور هستن که تبادل آتش و به کارگیری از قوه قهریه به وسیله طرفین به پیدا شدن راه حل برای مشکلات پیچیده در خاورمیانه کمک نمی‌کنه، بلکه منجر به بروز چرخه جدیدی از بی‌ثباتی میشه که منافع همه طرفین آسیب میزنه. به این نکته هم اشاره کردن که روسیه و ترکیه مخالف دخالت نیروهای خارجی در منطقه هستند. آقای اردوغان در همین مراسم در صحبت‌هایی که انجام داد هشدار داد در مورد آتش افروزی جدید در منطقه و گفت که هیچ کسی حق نداره برای منافع شخصی خود دست به کل خاورمیانه
به خصوص عراق رو داخل یک حلقه آتش جدید بکنه. گفت تنش بین ایران و آمریکا وارد به حد بسیار نامطلوبی رسیده و اینکه ترکیه از همه امکانات برای جلوگیری از گرفتار شدن منطقه در اشک و خون پیشگیری خواهد کرد. گفت کانال‌های دیپلماتیک رو به کار می‌گیریم که تا جایی که بتونیم مانع از افزایش تنش‌ها بشیم. در همین رابطه مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه فردا راهی عراق هست برای رایزنی، تلفنی هم با آقای ظریف صحبت کرده. این هم اشاره کنم که آقای پوتین هم در این مراسم صحبت‌هایی کرد بدون اینکه نامی از ایران و آمریکا ببره. در صحبت‌های خودش گفتش که متأسفانه هدف از بعضی از اقداماتی که داره صورت میگیره افزایش تنش بر منطقه هست و ترکیه و روسیه از این الگو پیروی نمی‌کنن. علاوه بر اینهایی که تو به اونها اشاره کردی، صحبت‌هایی هم از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همینطور سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه داریم، اونها رو هم می‌شنویم. هیچ کس حق ندارد که تمام منطقه به ویژه عراق را به خاطر منافع خودش به آتش بکشد. ما به عنوان کشوری که میتواند با همه طرفها صحبت کند با قوت به روش‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم. از هر فرصتی استفاده می‌کنیم که اجازه ندهیم منطقه در خون و اشک غرق شود. بلگمیزین کان و گوز یاشینا بوولماسینا ایزین ورمیجیز. در مورد مسائل بین‌المللی با ترکیه درباره اتفاقاتی که در منطقه افتاده گفتگو کردیم. اتفاقاتی که در پی اقدام غیرقانونی و خیلی خطرناک آمریکا در خاک عراق علیه شهروندان ایرانی افتاد، از جمله فرمانده نیروی قدس سپاه ژنرال قاسم سلیمانی. خشار، صحبت ها رو شنیدیم. به نظر تو در این دعوا علی‌رغم تمام اظهار نظرهایی که از مقامات ترکیه و روسیه میشنویم، هر کدوم از این دو کشور کجا ایستادند؟ هر کدوم از این دو کشور منافع خودشون رو در به طور مشخص، روسیه و ترکیه در یکی دو سال اخیر یه مقدار با هم نزدیکتر از قبل شدند، ولی میدونیم دو کشور با هم اختلافات عمده‌ای در سوریه دارن. نمونه در حال حاضرش وضعیت در ادلب هست. در لیبی هم طرفین از دو قطب مخالف جنگ داخلی در لیبی دارن حمایت میکنن، هرچند که امروز در بیانیه مشترکشون بر ضرورت آتش‌بس در لیبی تأکید کردن، ولی این دو کشور هم منافع خودشون رو دارن. روسیه به هر حال به عنوان یک قدرت و یک هژمون سعی داره که سلطه خودش رو در خاورمیانه گسترش بده، تثبیت کنه، به خصوص بعد از این اتفاقات که برای آمریکا به وجود اومده. به نظر میرسه وضعیت آمریکا نسبت به قبل داره متزلزل میشه. آقای ترامپ هم امروز در صحبتاش اشاره کرد که میخواد ناتو نقش بیشتری رو در خاورمیانه و خلیج فارس داشته باشه و این سوال رو برای بسیاری مطرح داره میکنه که آیا قصد آقای ترامپ واقعا این هست که امنیت در خلیج فارس و خاورمیانه رو به ناتو بسپره و خود آمریکا رو بیرون بکشه از این ماجرا یا نه. از سوی دیگر ترکیه و روسیه هر کدوم روابط نزدیکی با ایران دارند. در این حال ایران و ترکیه هم به خصوص سر سوریه با هم اختلافاتی داشتن، رقابت‌هایی داشتن. منتها چیزی که مهم هست، به رغم تمام این اختلافاتی که در منطقه وجود داره و رقابت‌های خیلی جدی هم که هست، ترکیه تا به حال تونسته از این مزیت خودش بهره‌گیری کنه که با تمام طرفین دعوا، چه اونایی که دعوا در کل خاورمیانه، چه کشورهایی که با خودش اختلاف دارن، این رابطه دیپلماتیک رو نگه داره و به عبارتی همین گرمی روابط بین مسکو و آنکارا در حال حاضر یکی از نکاتی هست که باعث نگرانی متحدان آمریکا در ناتو است. از سوی دیگر ترکیه تونسته روابط خودش با ایران رو در حدی ترمیم کنه و روابط خوبی به خصوص در حد وزرای خارجه دو کشور وجود داره که مانع از این شده که تنش‌های بین دو کشور افزایش پیدا کنه. ترکیه شاید در دراز مدت دوست داشته باشه یک نقش میانجی رو در خاورمیانه بازی کنه، اما تجربه‌ای که داشتن سر برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای ایران در دوره آقای اوباما که اومدن کار رو تا حدی پیش بردن، بعد آمریکایی‌ها زدن زیرش، باعث شده که الان یک مقدار سعی کنن که خودشون رو کنار نگه دارن که به اون وضعیت نیفتن. از سوی دیگر ضربه خوردن ایران در عراق و سوریه در راستای منافع ترکیه هم هست به نحوی. فراموش نکنیم آقای قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امر او در سوریه به منافع شبه نظامیانی که به ترکیه بودن آسیب زدن و عرصه رو بر اونها بسیار تنگ کردن. الان فقط ادلب در اختیار اونهاست. بنابراین طرف ترکیه هم چندان دلخوشی از این ماجرا نداره و اون چیزی که داره اتفاق میفته اگر بتونه به حضور ایران رو در سوریه یا عراق کمرنگ‌تر کنه،
فرصتی هست که ترکیه بهش دست رد نخواهد زد. متشکرم خشایار جنیدی، خبرنگار ما از استانبول با ما. اما از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا چه جزئیاتی می‌دونیم؟ بابک تقوایی نویسنده و پژوهشگر دفاعی و نظامی از یونان روی خط تلفن با ماست. آقای تقوایی، اول ممکن است کمی در مورد موشک‌هایی که در حمله دیشب استفاده شدند و جزئیات دقت اونها به ما بگید؟ بله، خدمت شما عرض کنم که با توجه به تصاویر و اطلاعاتی که در حال حاضر در دست هستش، دو نوع موشک استفاده شده برای این حمله، که یکیش فاتح 313 هستش که سوخت جامد هستش و برد 500 کیلومتر داره، و موشک دیگر موشک قیام یک هستش که یک موشک دو مرحله‌ای هستش و دارای سوخت مایع هستش که دقت نسبتا کمتری نسبت به موشک فاتح 313 داره. و خب این موشک ها بنابر اطلاعاتی که حالا ما به دست آوردیم و در فضای مجازی میشه پیدا کردن، این موشک ها از کرمانشاه شلیک شدن، ولی احتمالش هم همچنین هستش که تعدادی از این موشک ها که در نزدیکی اربیل سقوط کردن از سمت تبریز شلیک شده باشن. این خب این موشک ها خب اینها نسل جدید هستن و اینها دقتشون نسبت به موشک‌های اصلی که در گذشته بودن اینا خیلی بیشتر هستش، و ما در تصاویر ماهواره‌ای که امروز به دست آوردیم، یعنی در فضای مجازی میشه پیدا کرد و همچنین کمپانی پلنت لب اینها رو اصطلاحاً نشت داده، ما به راحتی میتونیم مشاهده بکنیم که 4 آشیانه پهپاد در پایگاه عین‌الاسد با دقت مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفتن، ولی دقیقاً مشخص نیستش که این موشکی که این آشیانه‌ها رو مورد هدف قرار داده فاتح 313 بوده یا قیام یک بوده. تنها مشخص هستش که این دو نوع موشک برای این حمله استفاده شده. وقتی از دیشب تا به حال رسانه‌های ایران رو دنبال می‌کنید، می‌بینید که خیلی روی این نقطه مانور می‌کنن، به خصوص رسانه‌های نزدیک به سپاه، که این موشک‌ها قابل ردگیری نبوده. فکر می‌کنید آیا سیستم دفاع موشکی وجود نداشته اونها رو بزنن، یا چه اتفاقی افتاده که اونها ردگیری نشدن به اون شکلی که معمول هست؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که در عراق برخلاف سایر کشورهای منطقه مثل کویت، بحرین و حتی قطر و امارات، ما فاقد سامانه پاتریوت و تاد هستیم. یعنی در این کشور آمریکا هیچ سامانه تاد و پاتریوتی رو گسترش نداده و تنها سامانه‌ای که برای دفاع از سایت‌های نظامی خودش در اونجا داره سامانه سیرم هستش. این سامانه برد بسیار کمی داره و این سامانه فقط توانایی درگیری با موشک‌ها در ارتفاع بسیار پایین رو داره. به همین دلیل هستش که تنها یک فروند از 15 فروند موشکی که ایران به سمت عراق شلیک کرد توسط این سامانه ثابت شد، و خب این کاملا طبیعی هستش که اینها نتونسته باشن این موشک‌ها رو ثابت بکنن. و یک دلیل مهم دیگرش هم این هستش که اگر ما در کشوری مثل امارات شاهد وجود سامانه تاد هستیم، این علتش این هستش که آمریکا خب تجهیزات بسیار مهمتری در امارات داره، به عنوان مثال جنگنده‌های F-35 و هواپیمای سوخت‌رسان KC-10، ولی در پایگاهی مثل الاسد تنها آمریکا 8 فروند پهپاد کوچک داشتش و همچنین تعدادی هلیکوپتر شینوک و همچنین هلیکوپترهای آپاچی و هلیکوپترهای بلک هاک و همچنین 2 فروند هواپیمای ترابری 330 بنابر تصاویر ماهواره‌ای که در روزهای اخیر پیدا شده بوده. لذا با توجه به تعداد کم تجهیزاتی که حالا اونجا بودن و همچنین با توجه به تعداد کمتر نیروها، اینها تصمیم گرفته بودن که سامانه پاتریوت رو اونجا گسترش ندن و قاعدتاً ما بر اساس خبرهایی که از منابع خبری غربی و همینطور عراقی شنیدیم تا به حال گزارشی از تلفات نداشتیم. در مورد تخریب چی؟ آیا میدونیم که این موشک ها چه تخریبی ایجاد کردن گفتید که اونجا به هر حال بالگرد وجود داشته، پهپاد بوده، ممکن است در مورد تخریب بیشتر به ما بگید که چه اتفاقی افتاده؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که خب مشخصا این حمله به این پایگاه الاسد یکی از دلایلش این بوده که خب یک تصوری وجود داره و احتمالش هم خیلی زیاد هستش که پهپادی که خب در عملیات حالا اون روز برای کشتن
سلیمانی و کسانی که حالا به همراه اون بودن مورد استفاده واقع شد از پایگاه عین الاسد بلند شده بوده و این احتمالاً یکی از اون 8 فروند پهپاد پردیتوری هستش که در این پایگاه مستقر بوده و قاعدتاً هدف سپاه هم از زدن این پایگاه زدن آشیانه های این پهپادها بوده که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده 4 آشیانه پهپادی که در این پایگاه بوده به دقت مورد اصابت واقع شده. حالا معلوم نیستش که آیا موشک‌های دیگه فاقد دقت کافی بودن یا فیل شدن به هدفشون نخوردن از این 15 فروند، ولی 4 فروند به این آشیانه‌ها خوردن و 1 فروندشون هم به نزدیکی یکی از این آشیانه‌ها خورده، یعنی میسفایر شده. و اگر ما به این تصاویر نگاه بکنیم از مجموع آشیانه‌هایی که حالا در این پایگاه هستش، حالا چیزی در حدود 7-8 آشیانه پهپاد هستش، حدود 4 آشیانه تخریب شده و در درون یکی از اینها به وضوح مشخصه که یک فروند پهپاد پردیتور تخریب شده و خب آسیب دیده. قاعدتا اینها هدفشون تجهیزات بوده و خب این موشک‌ها به سمت آشیانه‌ها شلیک شده تا محلی که حالا سربازان حضور داشتن، پرسنل حضور داشتن و خب خیلی حمله کنترل شده ای بوده اینطوری که به نظر میاد. گفته شده تقریبا الان دیگه مطمئن هستیم که مقام‌های عراقی مطلع بودند از اینکه این حمله قرار هست صورت بگیره، اما نمی‌دونیم که چقدر قبل از حمله این اطلاع داده شده. منابع مختلف نظرات مختلفی دارن و حرف‌های مختلفی می‌شنویم، اما اگر که بگیم که خیلی درست پیش از حمله، پیش از شلیک موشک ها این اتفاق افتاده، چقدر فاصله زمانی هست؟ آیا اونقدر هست که با آژیر کشیدن در اون در واقع پایگاه ها بتونن نیروهای نظامی رو به پناهگاه ببرن و جونشون رو نجات بدن؟ بله بله، به اندازه کافی زمان هستش از زمانی که موشک شلیک میشه تا زمان برخورد با اون به هدف و این زمان قابل تشخیص هستش. حتی زمانی که موشک در نزدیکی 30 کیلومتری پایگاه هستش، این سامانه سیرم خب یک رادار کنترل آتش و همچنین رادار رهگیری و شناسایی داره و خب میتونه بفهمه و قاعدتا اون آشیانه هایی هم که اونجا بودن میشه تخمین زد بین 2 یا 3 نفر پرسنل فنی تو هر کدوم بودن و قاعدتا این فرصت رو داشتن که فاصله کافی رو از اون آشیانه ها پیدا بکنن و در شلتر برن. و یکی این مسئله هستش و مسئله دیگری هم که حالا ما باید بهش اشاره بکنیم این هستش که خب در روزهای گذشته عراق هشدار داده بوده به آمریکا، به آمریکا مبنی بر حمله سلاحاً سپاه پاسداران و 8 شعبی، ولی این هشدار مبنی بر بغداد بوده، فرودگاه بین‌المللی بغداد و همچنین کمپ تاجی، نه پایگاه عین الاسد. و اصلا تصور این وجود نداشته که همچین حمله ای قرار بوده وجود داشته باشه، چون تصاویر ماهواره نشون میده که هلیکوپترها اونجا بودن زمانی که حمله صورت گرفته و تنها نیروها از فرودگاه بین المللی بغداد به کمپ تاجی تخلیه شدن، نه از پایگاه عین الاسد. موشک مهمترین تسلیحات ایران هست که خب ایران خودش هم تولید میکنه و در واقع به اون هم خیلی مینازه. ظرف سالهای اخیر خیلی در مورد قدرت موشکی ایران شنیدیم و کشورهای غربی هم نگران این هستن. اون چیزی که دیشب اتفاق افتاد آیا نشون دهنده ضرب شست ایران بود؟ آیا کشورهای غربی رو بیشتر نگران میکنه راجع به در واقع فناوری موشکی ایران؟ خدمت شما عرض بکنم که موشک هایی که دیشب استفاده شد موشک های کوتاه برد هستن، موشک فاتحه 313 و قیام 1، حالا قیام 2 که احتمال داره ممکن استفاده شده باشه و فاقد برد کافی هستن که خودشونو بتونن به حالا اروپا برسونن یا کشورهای فرامنطقه‌ای. لذا خب این بیشتر این باعث نگرانی در کشورهای منطقه‌ای میشه تا کشورهای غربی و یک ضربه شست نشون دادن و هشدار دادن به کشورهای منطقه‌ای هستش که حالا به عنوان مثال امارات و یا قطر که خب پایگاه دادن به آمریکا، به عنوان مثال پایگاه الودعی در قطر و پایگاه الزفره در امارات و همچنین در اردن 2 پایگاه هستش. بیشتر این هستش که میخواستن بگن که ما میتونیم مثلا تجهیزات و تأسیسات رو بزنیم ولی خب و یه قدرت نمایی صورت گرفته، ولی خب ما باید این رو هم قبول بکنیم که درسته که این موشک ها دقت کافی دارن ولی خب هنوز این مسئله وجود داره که خب خیلی‌هاشون فیل میشن. حالا این ممکنه به خاطر نگه
به نظر میاد که ارتباط تلفنی ما با بابک تقوایی قطع شد. بابک تقوایی بود، نویسنده و پژوهشگر دفاعی و نظامی از یونان. البته تقریبا گفتگوی ما هم به نتیجه گیری رسید. تحولات روزهای اخیر پر بود از لحظات پر اضطراب و نگرانی از احتمال یک جنگ قریب الوقوع. با وجود این، در این لحظه که با شما صحبت میکنیم به نظر میرسد که هر دو طرف از جنگ فاصله گرفتن و با عقلانیتی به دنبال کم کردن تنش هستن. اما آیا میشود گفت که چه کسی برنده و چه کسی بازنده دعوای روزهای اخیر بوده؟ دو میهمان داریم. محسن ماندگاری، روزنامه نگار از تهران با ماست و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. از شما شروع میکنم آقای ماندگاری. به نظر شما یا این دعوا برنده یا بازنده ای داشت؟ نه، به نظرم برنده خیلی مشخصی نداشت. شاید بشه گفت هر دو طرف برنده این بازی بودن. یه بازی پیچیده و بالاخره ظریفی در 3-4 روز گذشته در جریان بود که در نهایت آن چیزی که امروز بالاخره و امشب از آقای ترامپ شنیدیم به نظرم با یک عقب نشینی آبرومندانه آمریکا به نوعی در کوتاه مدت به پایان رسید، هرچند که این اتفاق بالاخره به پایان نخواهد رسید و همچنان این تنش‌ها ادامه خواهد داشت. قبل از که به جزئیات در مورد صحبت‌های شما بشنویم، اجازه بدید از آقای آرامش هم نظرش رو بپرسم. آقای آرامش، نظر شما چیه؟ برنده یا بازنده ای داشت این دعوا؟ نه، برنده خاصی نداشت. بالاخره اینجا در دو طرف صدمه خورده و از اون طرف خطر جنگ هنوز هست، خطر درگیری هنوز هست، ولی شاید بگم که دو طرف سعی کردن در گسترده تر شدن آتش مقداری از خود خویشتنداری نشون بدن. از طرفی موشک هایی که اونها پرتاب کردند در بیابان و صحرا خورد، اونجا که مقصدش خورد تلفاتی نداشت، از قبل اخطار داده بودند. یعنی عملا برای حفظ روح و حفظ روحیه در داخل و از اون طرف نشان دادن به اینکه خب بالاخره اینها هم قابل من مقابل مثل بکنم شده. اما از اون طرف مقایسه هم از خود خیلی خویشتنداری نشون داد، ایشون آدم خیلی که شامل پیشبینی هست، بعضی موقع خویشتنداری بسیار زیاد نشون میده و بعضی موقع هم آتش به اختیار دست مباشر عمل میکنه. که میشه در مورد آقای ترامپ آیا میشه گفت که این به نفع او هست در آستانه انتخابات با توجه به اینکه آقای آرامش اون چه که ما میشنیدیم ظرف روزهای گذشته این بود که اگر جنگی روی بده او به شدت در بیان اون کسانی که بهش رأی دادن دچار مشکل میشه؟ یکم، از حالا تا اولین سه‌شنبه ماه نوامبر که انتخاباته هیچ محلی از اعراب اتفاقی که امروز میفته اون روز نداره. حتی روز هفته آخر انتخابات هم، یعنی هر کس از حالا میخواد تحلیل بکنه یا کاملا دارن به قول معروف شانس خودشون امتحان میکنن، هیچ محلی از اعراب نداره. این سکه میره بالا و هزار چرخ میخوره تا سه‌شنبه اول ماه نوامبر که انتخابات برگزار میشه. یکم. دوم، نخیر از خواستگاه جمهوری خواهیشون یه بهشون بله ایسولش گوشه ایسول کنار طلب و گوشه طلب و غیر تداخل جویانه هستن، نخیر ده زیاده مثلا از خودشون هم بعدشون نمیاد که امریکا بره بزن بهاداری هم بکنه. به خاطر همین و به خصوص رگ وطن پرستی خیلی ها بگیره، خیلی بیشتر مایل هستن که بخوان حمله بکنن. واقعا در حزب دموکرات عناصر ضد جنگ خیلی 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 بیشتر هستن تا آدم های معدود و قلیلی که در قسمت بخش راست و تند هستن که مثلا آقای رند پال یا پدرش ران پال یا عرض کنم به حضور شما امثال اونها که مایل نیستن به یک درگیری نظامی در منطقه. ولی در مجموع درگیری نظامی زمینی در منطقه رو کسی نمیخواد. درگیری هوایی برای ایالات متحده آنچنان هزینه نخواهد داشت از لحاظ درگیری طولانی مدت. ولی اینکه از حالا ما بیایم انتخابات رو برای 6 ماه 7 ماه آینده بخوام توجیه در قول من پیری بکنیم، هیچ کس هم چیزی نمیتونه. بنابراین شما میفهمید که در مورد انتخابات تأثیری نداره. آقای ماندگاری، برای ایران چطور؟ اگر برای آقای ترامپ در بحث انتخابات تأثیری نداره و او هم که آدمی هست که ظرف ماهای گذشته، سالهای گذشته تصمیمات زیادی گرفته که خیلی ها رو متعجب کرده، آیا فکر نمی کنید این اتفاقی که ظرف دو سه روز اخیر افتاد مهمترین فرمانده نظامی ایران رو از ایران گرفت اما برای ترامپ اتفاق خاصی نیفتاد؟ اگر که میگیم برنده این نزاع یا جنجال چند روز گذشته نداشت، به این معنا نیست که بازنده ای نداشته. به نظرم آمریکا و ایران نمیتونیم بگیم برنده این رویداد کدوم بودن، ولی از نظر فردی آقای ترامپ میتونم بگم بازنده این دعوا.
فارغ از آمریکا، خود شخص ترامپ دیدیم که این اتفاق افتاد و این تروری که انجام داد با واکنش‌های گسترده داخلی مواجه شد، هم در داخل آمریکا سیاستمداران مختلفی به مذمت او پرداختند، صلاحیت او رو برای بالاخره رهبری آمریکا و فرماندهی آمریکا زیر سوال بردن، متحدان آمریکا در منطقه برای اونها هم بالاخره نگرانی زیادی به وجود اومد، در اروپا همچنین افکار عمومی دنیا و کشورهای حتی اروپایی، ما در انگلیس میبینیم بالاخره رهبر حزب کارگر میاد و به صراحت انتقاد میکنه از آقای ترامپ و به شدت اون رو زیر سوال میبره و تصمیمات اون رو نپخته و غیرقانونی قلمداد میکنه. نه. اگر میگیم برنده وجود نداشتیم به معنی نیست که آقای ترامپ اینجا سوسو شده یا اتفاقی براش نیفتاده. صحیح. بذارید آقای آرامش ببینیم نظرشون چی است. آقای ماندگاری میفرمایند که ترامپ بازنده ی این اتفاق بود. نظر شما چی؟ نه، بنده با تمام کسری حبی که نسبت به آقای ترامپ دارم فکر نمی‌کنم ایشون بازنده اینجا بوده. واقعا از خود خویشتنداری نشون داد. از اون طرف هم واکنش‌ها در داخل در این حلقه کمربندی واشنگتن که همه سیاسی هم بود، ادعای دیگه هم که دنبال میکنن سیاست خارجه بود، اکثر خلق الله نه دنبال میکنن نه میدونن. یکی به من پیغام داده بود میگفت حالا ایران میخواد به ما حمله اتمی بکنه. گفتم منظور چیه؟ گفتش که خب ما حمله کردیم مگه اون رو بمب اتم نداره؟ یعنی در این حد قضیه، یعنی در این حد قضیه در که سیاست خارجی برای خلق الله و ابداعات متحدان فرق با کشور دیگه نمیکنه، کلا این هست. دوم، به نظر من نه، ایشون برای اون حلقه های تند سیاست خارجی که از اونها اعتبار میخواست موقعی بعد از کشتن قاسم سلیمانی، اونها رو خیلی به خودش نزدیکتر کرد. از طرفی هم بالاخره انتقاد همحزبی های من در حزب دموکرات همیشه علیه ایشون هست، حالا ایشون چه بکشه چه نکشه، به نظر من نظر آنچنانی نکرد، از خودش هم خویشتنداری نشون داد. در مجموع اینکه ایشون هم صلاحیت رئیس جمهور بودن نداره، خب این دفعه اولش نیست، البته نمیگم این کاری که کرده مزید بر علت نه، ولی اگر میخوایم بگیم که نمونه های بسیار زیادی هستش که خب ایشون چطوری صلاحیت رئیس جمهور بودن نداره، ولی من حق رو باید به حق دادن در این مقطع این کارهایی که انجام شده به نظر من ایشون نه تنها فشار آنچنانی برش نیست، بلکه خودش تونسته که گزینه های مختلفی هم بخره. آقای ماندگاری، بحثی که من سوال قبلی هم از شما پرسیدم، بحث از دست رفتن یکی از مهمترین فرماندهان نظامی ایران هست که نه تنها فرمانده نظامی بود، آقای سلیمانی به عنوان طراح و معمار سیاست منطقه‌ای ایران شناخته می‌شد که تأثیر عمده روی روابط خارجی ایران داشت. آیا ایران می‌تونه فقدان سلیمانی رو باش کنار بیاد؟ من اگر اجازه بدید برگردم به یک نکته‌ای رو فقط اشاره کنم در صحبت های مهمانتون. این خویشتنداری که از آقای ترامپ الان ازش گفته میشه، سخن گفته میشه، به نظرم خویشتنداری نیست. برگردیم به حرفای یک دو روز قبل ایشون. ایشون وعده داده بود، تهدید خیلی جدی کرده بود که هر حرکت یا هر اقدام نظامی ایران چه علیه نیروها و چه علیه تجهیزات آمریکا با پاسخ سنگین مواجه خواهد شد. حتی از 52 نقطه نام برده بود که من پاسخ خواهم داد و پاسخ قاطعی هم خواهیم. این که امروز ایشون صورت بالاخره خیلی آشکار عقب نشینی میکنه، صحبتهای خودش رو بالاخره به نوعی پس میگیره و دم از مصالحه میزنه و آشتی میزنه، اینو نمیتونیم بگیم خویشتنداری. خویشتنداری اینه که خب اگر شما در روزهای گذشته وعده داده اید به وعده خود عمل بکنید. پس اسمش چی میگذارید؟ اگر خویشتنداری نیست اسمش چیه آقای ماندگاری؟ فکر میکنید چرا آقای ترامپ چنین حرفایی زد؟ من تصورم اینه که آقای ترامپ دچار یک اشتباه محاسباتی شده بود. اشتباه محاسباتی شده بود که میتونه با زدن، به قول شما، حالا سال برگردم هم سال شما، با زدن یک فرمانده نظامی در ایران هم از نظر نظامی ایران رو بالاخره تضعیف بکنه، هم برنامه‌های منطقه ایران رو تحت شعاع قرار بده و هم یک نارضایتی دیگه در داخل ایران به وجود بیاره. او تصورش این بود که مردم هم از این اقدام آقای ترامپ، از این ترور سیاسی پشتیبانی میکنن. اشتباه محاسباتیش همین جا بود. منتها به نظر من اگر که برگردیم به پاسخ سحرگاه امروز ایران، نشون میده که این پاسخ بسیار هوشمندانه و در زمان مناسب هست. چه زمانی؟ زمانی که تشییع جنازه آقای سلیمانی تمام شده، یک نمایش ملی بالاخره اینجا داده شده، انبوهی از مردم به خیابان‌ها آمدن، حتی کسانی که از نظر سیاسی با حاکمیت خیلی همسو نیستند، کسانی که از حاکمیت انتقاد دارن، با نظام زاویه دارن، از جناح‌های مختلف،
اینا همه به خیابون اومدن، همه اظهار همبستگی کردن. این همبستگی ملی که به وجود اومده در ایران به نظرم شاید آقای ترامپ رو بالاخره وادار کرده باشه که تصحیح کنه، شاید اون متوجه شده باشه که خیلی به راحتی نمیتونه هر اقدامی رو در مورد ایران انجام بده. و سوال شما این که آیا از دست رفتن یک فرمانده نظامی برای ایران چقدر هزینه داره؟ بله هزینه داره، خیلی هم بالاخره هزینه سنگین هست. منتها به نظرم با اتفاقاتی که در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم در ایران، این همبستگی و وحدت ملی که در ایران به وجود اومده و به نوعی همه گروه ها، حتی گروه های اپوزیسیونی که خارج از کشور هستن، اونهایی که بالاخره نگاه مهربانانهی به وطنشون دارن، اونهایی که دل در گروه وطنشون دارن، میان و این اقدام آمریکا رو محکوم میکنن و با ایران همراهی میکنن و خیلی هاشون برای آقای سلیمانی از اون تقدیر میکنن و مطالب متعددی گفته میشه و نوشته میشه. این نشون میده که خب درسته یک نفر از دست رفت، ولی دستاوردهای دیگه‌ای برای ایران داشته، یک سرمایه جدیدی برای ایران ایجاد شده، یک اعتماد عمومی. هرچند من قبول دارم که خیلی از کسایی که به خیابون اومدن به تشنجه ایشون اومدن لزوماً با حاکمیت همراه نیستن، ولی همین که در برابر دشمن خارجی خودشون رو متحد نشون میدن به نظرم دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی. که بذار ببینیم آقای آرامش در این مورد چی میگن. آقای آرامش، غیر از آقای ماندگاری خیلی های دیگه هم بر این باور هستند که اگر بخوایم در واقع یک پوان مثبت در نظر بگیریم، اتفاقی که افتاد برای آقای خامنه ای این بود که تونست یه نمایشی از اتحاد ملی نشون بده، هر چند که این ممکنه شکننده باشه، هر چند که قابل ادامه دادن ممکن هست نباشه در مدت طولانی، اما به هر حال فکر میکنید که برداشت کاخ سفید، برداشت آقای ترامپ از اون چه که ظرف روزهای گذشته در تشییع جنازه آقای سلیمانی دیدیم چه بود؟ من قسمت امریکایش فقط صورت تحلیل میکنم، چون من متخصص مسائل ایران نیستم، دنبال میکنم، ولی ترجیح میدم که اون قسمت رو بذارم به اونایی که متخصص مسائل داخل ایران هستن و تحلیل کنن. ولی برداشتی که از این بر بود دو برداشت بود. یه برداشت بود که بالاخره ایشون در داخل خاک ایران یه مقداری حمایت داشته از نظام و غیر و ذالک، به اضافه اینکه خب مردم ایران هم چه بخوان چه نخوان، حتی بعضی موقع در جنگ ایران عراق مثلا نمونه بزرگش هست دیگه، موقعی که متجاوز خارجی وارد خاک میشه دیگه فرق نمیکرد که حالا شما با جمهوری اسلامی مشکل دارین یا ندارین. معدود گروه هایی بودن که رفتن و بر علیه، یعنی له عراق و علیه جمهوری اسلامی. دقیقاً این موضوع خیلی مهمی هست آقای آرامش. این مسئله هست که احتمالاً کسانی که در کاخ سفید تصمیم سازی میکنند باید خیلی در نظر بگیرند، اینکه اگر که یک دشمن خارجی، اگر اونطور که شما میگید اینطور هست که ملت ایران ممکن است ملتی باشن که به محض یک فشار خارجی متحد میشن و مقابل اون فشار خارجی میستن، این باید در واقع تاثیرگذار باشه در تصمیمات دولت آمریکا، نباید؟ تحلیلی که اینها دارن فشار و حمله رو دو تا گزینه مختلف می‌بینن. ببینید الان یک دولت جمهوری خواه سر کاره و یک رئیس جمهوری که نه جمهوری خواه نه دموکرات، خدا میدونه اندازه ایدئولوژیشون چه نگاهی میکنه. شما با تیم سیاست خارجی که نگاه میکنید، مایک پنس و مایک پامپئو رو دارید، وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور که مذهبی شدیدن، یه مقداری دید آخر زمانی دارن. از اون طرف هم آدم‌های بسیار منطقی در وزارت خارجه و وزارت دفاع هستن که کادری هستن، مثل ارتش بود ملی، فرمانده ستاد مشترک. این آدم هستن که کاملا کار کشته و منطقی و بر اساس هزینه ها و گزینه ها عمل میکنه. حالا سوال اینجاست، آیا این اتفاقی که مثلا در اینجا افتاده برای ایالات متحده مضر بود یا نه؟ اینا فشار رو صرف فشار فکر نمی‌کنم که مردم رو متحد می‌کنه. اتفاقا تحلیل اینها بر این بوده که اتفاقاتی که در آبان ماه افتاد به خاطر فشارها بوده و مردم رو به خصوص قشر مستضعف رو گسسته کرده. باز میگم من تحلیل داخلی ایران رو نمی کنم، دارم بر اساس نظراتی که اینجا هست. درسته، حتما بفهمم. ولی از اون طرف بحث بمب انداختن سر مردم، بحث یا اشغال نظامی مردم یا بحث موشکبارانی مردم خیلی فرق میکنه با بحث تحریم کردنش و خیلی فرق میکنه با بحث مثلا خشونت لفظی علیه رهبران، ببخشید رهبران اون مردم در مجامع بین المللی. اینا گزینه‌های مختلف است. به خاطر همین مردم کل مردم هر کشوری به کشورش علاقمندن، هیچ کسی دوست نداره که خواهرش، مادرش، برادرش، پسرش، پسر خالش یا همسایش فردا پاشو ببینه که یه دفعه خانهشون تخریب شده. حالا باز فرق بسیاری از جنگ‌ها با جنگ‌های دیگر این هستش که معمولا سعی می‌کنن مناطق غیر نظامی بزنن. دیشب موقعی که همه ما اینجا
داشتیم سعی میکردیم که از منابعمون تو وزارت دفاع یا وزارت خارجه ببینیم جریان چیه و حرف هم که آقای ترامپ میزنه خیلی کمک کننده است. من به نیت 52 تن اسرا میخوام 52 تا گروگان میخوام 52 جار بزنم. اون چه حرفیه؟ بذارید وقت زیاد نداریم. بذارید من از آقای ماندگاری هم نظرشون رو بپرسم. علاوه بر این که من فکر می‌کنم که یک مسئله مهم این هستش که به هر حال اونچه که این روزها از مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی می‌شنویم این هستش که ما انتقام گرفتیم، مسئله اصلیمون هم این هستش که آمریکا خارج بشه از منطقه. اما آیا این اون انتقام سختی هست که گروه‌های تندرو در داخل حکومت ایران می‌خوان؟ آیا اونها رو راضی می‌کنه این انتقام به این شکل؟ ببینید تو چرزا گذاشتم مقامات ایران اعلام کردن، بارها اعلام کردن که انتقام سخت ما خروج نیروهای آمریکا از منطقه است و روی اون برنامه ریزی کردن و این پاسخ که امروز ما از طرف ایران دیدیم یک پاسخ نمیشه انتقام سخت گذاشت. انتقام سخت بالاخره همون بله متوجه هستم. میپرسم که آیا فکر میکنید اون در واقع هسته سخت در واقع گروه های بسیار تندرویی که معتقد هستند که باید مثلا اسرائیل از صحنه محو بشه و خیلی در واقع نگاه های تندتری دارن اونها رو راضی میکنه؟ طبیعتاً راضی نمیشن، اونها انتظارات بیشتری دارن، اونها چند روز گذشته مطالبات رو خیلی افزایش دادن، بالا بردن. منتها نکته اینجاست که همین اتفاقی که امروز افتاد و عقب نشینی آشکاری که آقای ترامپ داشت به نظرم تا اندازه میتونه این طرف رو هم متقاعد بکنه که خب حالا حداقل در کوتاه مدت یه خورده تنش‌ها کاهش پیدا کرده، ولی این به معنای پایان انتقام ایران نیست. طبیعتاً گروه های مقاومت در منطقه در روزها و یا هفته های آینده این برنامه رو پیگیری میکنن. قرار نیست که هرچند تنش به صورت حالا به عنوان جنگی تمام عیار به نوعی پایان پیدا کرده و انتظار جنگ نمیره، ولی من تصورم اینه برای رسیدن به اون هدفی که گفته شده خروج نیروهای آمریکایی از منطقه قطعاً نیروهای طرفدار ایران در منطقه سلسله تحرکاتی خواهند داشت، برنامه‌ای خواهند داشت و به نوعی میتونن انتظارات حالا یه بخشی از بالاخره مردم ایران رو که فرقی هم نمی‌کنه حالا شاید هسته سخت یا هسته نرم نداره، تقریبا در روزهای گذشته اغلب مردم، کسایی که از جناح‌های مختلف، نگاه‌های مختلف، افراد غیر سیاسی انتظار برخورد و انتقام داشتن، انتظار بالاخره پاسخ جدی داشتن. بسیار خب، ممنونم از شما. محسن ماندگاری، روزنامه‌نگار از تهران، و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از هر دوی شما. بیننده ویژه برنامه 60 دقیقه هستید که امشب 120 دقیقه است. به ادامه برنامه 60 دقیقه میرسیم و قصد داریم که کمی بیشتر هم در مورد تحولات یکی دو روز اخیر صحبت بکنیم، در مورد حمله موشکی ایران به مقر نیروهای آمریکایی در عراق و همینطور در مورد هواپیمایی که در ایران سقوط کرده. اما اول اجازه بدید که نظر جان لیمبرت، دیپلمات پیشین آمریکا در ایران رو بشنویم که از نیویورک با ماست. آقای لیمبرت، بعد از اظهار نظر دونالد ترامپ که گفته بود اهداف فرهنگی ایران هم به خاطر در واقع 52 گروگان آمریکایی ممکن است هدف قرار بگیرند که یکی از اونها خود آقای لیمبرت بود، گفت که برای من خودتون رو به زحمت نندازید. آقای لیمبرت، نظرتون چیه راجع به اون کارهایی که ظرف روزهای اخیر انجام شده هم از طرف دونالد ترامپ هم از طرف رهبران ایران؟ سلام خانم. عرض شد که بنده صبح حرفای آقای رئیس جمهور گوش کردم و یه مقدار حرفاش به نظر بنده زد نقیص بود. خب این که تعجب نداره، تازگی نداره برای آقای ترامپ. و طبق عادت همیشگیشون همیشه هر چی دلش میخواد میندازه گردن آقای اوباما که میگه این تقصیر آقای اوباماست، که حتی مثلا تقصیر آقای اوباما بود که ایرانی ها قبلا به مقر نظامی عراقی و آمریکایی حمله کردن. البته اون از یک طرف. از طرف دیگه خیلی حرفاش، بعضی از حرفاشون، حرفایی که امروز زده، من اینو اوباماوار تعریف میکنم، مخصوصا وقتی که گفته من میخوام با مردم و رهبران ایران صحبت کنم، که منو یاد
پیام نوروزی آقای اوباما در سال 2009 بوده. یعنی از یه طرف به همه میگه همش تقصیر آقای اوباما، از یه طرف حرفهای ایشون را داره تکرار میکنه. او ظرف روزهای اخیر توییت های زیادی کرد. این توییت ها بسیاری از مردم ایران، همینطور کسانی که علاقمند به فرهنگ ایران هستن نظیر خود شما، رو نگران کرد. اینکه مثلا در مورد پایگاه های فرهنگی ایران هم گفت که ممکن هست که اونها رو هم بزنه. واقعا فکر میکنید که او تا چه حد ممکن هست پیش بره؟ الان فعلا به یک نقطه آرامشی ظاهرا رسیدیم، اما چقدر ممکن هست که آقای ترامپ یک کار غیر قابل پیش بینی دیگه مثل کشتن سلیمانی انجام بده؟ همیشه احتمال داره خانم، ولی البته این یک شاید یک جنبه مثبت هم که داره. اینو به یک مسئله، ایشون به یک مسئله اشاره کردن که بعد از 40 سال هنوز روابط دو کشور رو تیره میکنه. مثل این جریان گروگانگیری حتی 40 سال ازش گذشته، ولی مثل یک زخمی که هنوز چرک میکنه و التیام پیدا نمیکنه. و این هر وقت که یک مشکلی پیش میاد بین دو در روابط بین دو کشور، مثلا یکی مثل آقای ترامپ یا یکی دیگه، میتونن به اون اشاره میکنن و بگن ها این ایرانی ها این چون فلان فلانی هستن، چون جوری هستن، چون 40 سال پیش همچین کاری کردن. و این مسئله، این به این مسئله هنوز اصلا قبول نکردن که همچین کاری کردن و یک کار شرم‌آوری بوده. آقای لیمپرت، شما خودتون یکی از کسانی هستید که در اون ماجرای گروگانگیری به گروگان گرفته شده بودید. خود شما آیا فکر میکنید که وقتش رسیده که این ماجرا تموم بشه یا نه؟ البته، ولی خب شرایط اول این، وقتی این مسائل هست و مسائل دیگه هم هست، مثلا خب هر طرف از اونای دیگه گله دارن. بله. ولی اونطوری که بنده متوجه شدم، مقامات جمهوری اسلامی هیچ وقت حاضر نیستن که همچین اتفاقی افتاده. اصلا میگن که وقتی اگر یکی از گروگانگیری صحبت میکنه، یا وانمود میکنن که این یک اقدام مثبتی بود، یا اصلا یه چیزایی که در دوران نمیدونم قبل از تاریخ یا ما قبل از تاریخ اتفاق افتاده و با ما هیچ ربطی نداره. و تا اون وضعیت ادامه میده، مثلا هر سال در 13 آبان تظاهراتی را بندازن و میگن مرگ بر آمریکا و ما کار خوبی کردیم و از این حرفا، تا این وضعیت ادامه بده خیلی مشکله که رابطه یه قدری پیشرفت کنه، بهبودی پیدا کنه. جان لیمبرت، دیپلمات پیشین آمریکا، گروگان پیشین آمریکا در ایران، ممنونم که وقت گذاشتید و با برنامه 60 دقیقه صحبت کردید. خواهش میکنم. واکنش های گسترده ای در شبکه های اجتماعی شاهد بودیم ظرف 24 ساعت، کمتر از 24 ساعت گذشته، ظرف ساعت گذشته. همکارم پویا قربانی اینجاست با جزئیاتی از اون چه که در فضای مجازی گذشت. پویا، به ما بگو چه گذشت؟ به خصوص من میخوام اول تمرکز بکنیم روی ساعت قبل از اتفاق، که به نظر میومد که یک شمارش معکوسی آغاز شده از طرف در واقع کاربرهای ارزشی. خیلی ها همین رو نشونه این دونسته بودن که وقتی توییت میکردن بسم الله، یا یه جور به نظر میرسید که دارن رمز عملیات رو بین خودشون با خوشحالی دست به دست میکنن در شبکه‌های اجتماعی، خیلی ها بعد از اینکه ایران حملهش رو انجام داد رسیدن به این نتیجه که عملیاتی که مثلا کاربرای موسوم به ارزشی در توییتر ازش خبر داشتن، چطور ممکنه که طرف آمریکا ازش خبر نداشته باشه. یک بهره برداری سیاسی، و همونطور که در چند روز گذشته پیوسته بهش اشاره کردیم، یک جور تبلیغات جنگ در گرفته، شاهدش هستیم، همون توییت هایی که بهش اشاره کردم. اما بسیاری فرناز از بخش عمده از جامعه ایران دیشب رو با کابوس جنگ سر به بالی گذاشتن و نگرانی موج میزد در بین مردم کوچه و خیابان.
این رو من از کامنت هایی که ما مثلا در اینستاگرام دریافت میکنیم که نزدیکتر هست به بدن جامعه میگم. در کنار اونها اما خب کسایی بودن که منتظر اون هشتگ انتقام سخت بودن که تبدیل شد به سیلی، و از اون طرف هم کسایی بودن که منتظر پاسخ آمریکا بودن، لحظه شماری میکردن به هر حال. اما سخن این هشتگ انتقام سخت، بعد برای اینکه مهمان پیشین برنامه هم اشاره کرد و گفت که اون در واقع کسانی که خواهان انتقام سخت بودن لزوما ارزشی ها نبودن، بخشی از جامعه هم بودن. کمی بیشتر راجع به این جور افراد به ما بگو، چه کسایی دنبال انتقام سخت بودن دیشب؟ ببینیم، به هر حال وقتی شما با جامعه ای طرف هستی که چندین سال یک فرمانده جنگی رو هم طرف ایرانی و هم تاکید میکنه هم طرف آمریکایی این رو به یک شکل هالیوودی ازش قاب ساخته، هر دو طرف باز تاکید میکنم، اون وقت وقتی به اون شکل کشته میشه، ترور میشه، بعد از اون ور میگن که ناجوان مردانه بوده، در شب بوده، هنوز بعضیا فکر میکنن که جنگ های مدرن قراره که رو در رو و در روز و مثلا نمیدونم با شمشیر باشه، در صورتی که به این شکل نیست. خیلی از مردم به هر حال احساس اینو داشتن که ایران به واسطه اون، همونطور که آرش آرامش گفت، اون باد کردن رگ وطن پرستی یا ناسیونالیستی، حالا درست و غلطش رو کاری نداره، من فقط دارم روایت میکنم، بخشی از مردم به هر حال منتظر پاسخ درخور یا متناسب بودند، ولی خب همه اینها رو شاید این سخنرانی ترامپ تغییر داد. خب راجب همین واکنش رو بعد از سخنرانی بیشتر به ما بگو. ببین، اون قسمت از کاربرای میشه گفت تندرو که به هر حال فکر میکردن که اون جبروت آمریکا با این حمله ایران شکسته شده، حالا دارن میگن که ببینید چقدر راحت ما این کار رو انجام دادیم، و حالا شماتت میکنند اونهایی رو که در این سالها نذاشتن که مثلا احتمالا منظورشون دولت مردای کنونی ایران هستن، که این بخش از سپاه به هر حال قدرت رو اونجوری که دلش میخواد پیش ببره و در منطقه قدرت نمایی کنه. اما کسای دیگه هم بودن که مثلا من توییتر رضا حقیقت نژاد انتخاب کردم که به نظر اون یک هیچ به نفع آمریکا است، الان گفته سخنرانی ترامپ تموم شد، برگشت به نقطه صفر بدون قاسم سلیمانی. یا مثلا البته من چند تا توییت دیگه هم انتخاب کردم که این سخن این رو چند تا توییت دیگه هم که میدیدید از کاربرایی بود که قبلش در موردشون داشتیم صحبت میکردیم، نقطه نظر اونها این هستش که در بخش اقتصادی وقتی آمریکا الان داره ترامپ میگه که باز هم تحریم جدید میکنیم، اونها دارن میگن که آمریکا در همین حیطه فقط میتونه قدرت نمایی کنه و نمیخواد با ایران به اصطلاح سرشاخ بشه. حالا توییت های بعدی رو میتونیم ببینیم. من اما نگرانی بخش دیگه ای از کاربرا همین هستش که من مثلا انتخاب کردم، حالا میتونیم ببینیم، میگن که نگران شدن از این سخنرانی ترامپ و میگن که حالا به نظر اونها میرسه که بعد از دو ماه پرآشوب و خونین در ایران، کشته شدن به گفته بعضی از خبرگزاری ها 1500 نفر و در اعتراضات آبان ماه و این بدون نتیجه بودن از نظر اونها این سخنرانی ترامپ، به نظر میرسه که حالا احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که با یک کره شمالی تام و تمام مواجه هستن. متشکرم پویا از برنامه در واقع بخش صدای شما در بی بی سی. اما در ایران 176 نفر بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری اوکراین نزدیک تهران کشته شدند. هواپیمای بوئینگ 737 دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران دچار حادثه شد. منابع ایرانی علت را نقص فنی اعلام کردند. گفته شده که بیش از 140 نفر از سرنشینان این هواپیما ایرانی بودند، 11 اوکراینی، 10 افغان و بقیه کانادایی، عربستانی و انگلیسی. البته جعبه‌های سیاه هواپیما هم پیدا شده. گزارش ببینیم از مریم افشنگ. توییت یکی از مسافران پرواز تهران کیف دقایقی قبل از پرواز. هواپیمای بوئینگ 737-800 اوکراین در ساعت 6:12 صبح امروز فرودگاه امام خمینی تهران را ترک کرد و پس از دقایقی جای بین شهریار و پرند سقوط کرد. شهریار فردوسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن.
این فیلمی است از لحظه وقوع حادثه که در فضای مجازی میچرخد. جعبه سیاه ساعات پیش پیدا شد و در جعبه سیاه، بررسی جعبه سیاه به ما میتونه علت رو بده. وقتی تیکاف میکنه هواپیما با سوخت بالایی که داشته، هر چیزی ممکن بوده این انفجار رو به وجود بیاره. 3 دقیقه بعد از پرواز سقوط میکنه. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. برج مراقبت اعلام کرد که قبل از سقوط از سوی خلبان هیچ تماسی برای اعلام موقعیت اضطراری دریافت نکرده. رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که جعبه سیاه سالم را به کشور سازنده یعنی آمریکا نمی‌دهد. یکی از مقامات شرکت بوئینگ هم گفته در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند. از سوی دیگر سفارت اوکراین در تهران بیانیه‌ای را که در آن نوشته بود سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی بوده و نه اصابت موشک یا حمله تروریستی بدون هیچ توضیحی از وبسایتش پاک کرد. نخست وزیر اوکراین از اعزام 1 هواپیما با چندین متخصص به ایران برای تحقیقات بیشتر خبر داد. او همچنین در پاسخ به سؤال درباره احتمال شلیک موشک گفت: بسیار زود است که درباره هر دلیلی صحبت کنیم. ما نمی‌خوایم که اطلاعات اشتباه را منتشر کنیم. مطمئنم که به زودی اطلاعات دقیق منتشر می‌شود. این اتفاقات و نزدیک بودن سقوط هواپیما به حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق به شایعات زیادی دامن زد که شاید علت سقوط مشکل فنی نبوده. هواپیمای بوئینگ 737-800 تا 2400 متری زمین بالا رفته بوده که ناگهان از روی رادار حذف شده. کارشناسان میگویند این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که فاجعه‌ای در زمان پرواز رخ داده باشد و سقوط به این شکل می‌تواند غیرعادی باشد. از سوی دیگر یک مرکز مطالعاتی صنایع هوایی به نام اوبس گروپ هم می‌گوید عکس‌های منتشر شده این احتمال را نشان می‌دهد که شاید به این هواپیما شلیک شده باشد. گروه تحقیقاتی بلینکت هم میگوید مشاهداتش تا اینجا نشان می‌دهد که این حادثه تنها یک سانحه بوده. البته هیچ کدام از این فرضیات تا اعلام نتیجه نهایی و بعد از تحقیقات قابل تایید نیست. نخست وزیر کانادا از همه شرکای بین‌المللی این کشور خواسته به تحقیقات درباره علت حادثه کمک کنند. آمریکا هم اعلام آمادگی کرده. آنچه مشخص است کشته شدن 176 نفر سرنشین این هواپیماست. مشخصات عده‌ای از آنها امروز در بعضی از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شد. 13 نفر از آنها فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بودند. از جمله پونه گرجی و آرش پورزرابی دانشجویان دانشگاه آلبرتا که برای مراسم عروسی به ایران رفته بودند. سیاوش غفوری آذر فارغ التحصیل دانشگاه کنکوردیا است که او هم برای مراسم ازدواج به ایران رفته بود. سام زوکایی مهندس BP یکی دیگر از سرنشینان جان باخته است. همسر و فرزند حامد اسماعیلیون، دندانپزشک و نویسنده که به کانادا برمیگشتند، دیگر مسافران این هواپیما بودند. آقای اسماعیلیون امروز در پست صفحه فیسبوکش نوشت برای به خاک سپردن پریسا همسرش و ریرا دخترش عازم تهران است. مریم افشنگ، BBC. جانا بسپیچوک، خبرنگار BBC از کیف در اوکراین با ماست. جانا، کمی از حال و هوا در فرودگاه کیف به ما بگو. اونجا چی میگن و چی میگذره؟ It's a very emotional story for Ukraine. طبیعتاً داستان خیلی غم انگیز و پر احساسیه در اوکراین. طبیعتاً بیشتر مسافران این پرواز اوکراینی نبودن، ولی خب شرکت اوکراینی است و خب از ملیت‌های مختلفی در سوار این هواپیما بودن. خدمه پرواز اوکراینی بودند طبیعتاً و 2 مسافر. قبل از هر چیز باید گفت که الان مردم اوکراین دارن سعی میکنن بفهمن که واقعاً چه اتفاقی افتاده. این ضایعه خیلی عجیب به نظر میرسه برای بعضی از اوکراین ها. ما هنوز نظر خویشاوندان قربانیان رو نشنیدیم که با روزنامه‌نگارا صحبت نکردن.
ما طبیعتا یک واکنش های خیلی دلخراش ابتدایی داشتیم، دیدیم کسانی که گریه میکردن بسیار بسیار طبیعتا ناراحت و منقلب بودن. و الان بحث این هست که سوال اصلی این هست که آیا ارتباطی هست بین افزایش تنش در منطقه، تنش بین ایران و آمریکا از یک طرف و سقوط این هواپیما از طرف دیگر. حتی مدیرعامل خود هواپیمای اوکراین که این پرواز رو انجام میداد بعد از پیام تسلیتش گفت که این اولین پرواز یا سقوط مرگبار هواپیما برای این کمپانی هست، برای این شرکت هست. و همچنین مقام های اوکراینی همه اونها در همه بیانیه‌های خودشون به یک سو اشاره کردند، گفتن که از هر گونه گمان زنی پرهیز کنیم تا ببینیم که از مردم خواستن که از گمان زنی در این مقطع خاص خودداری کنن و منتظر باشن که ببینن که نتیجه بررسی ها چه خواهد بود. شاید ممکنه روزها حتی ماها نیاز باشه که به این قضیه رسیدگی بشه. اما یک مسئله بزرگ دیگر اینجا این است که آیا اوکراین دسترسی خواهد داشت به جعبه سیاه یا نه؟ این یکی از سوال‌های کلیدی است که خیلی مهمه برای اوکراینی ها. متشکرم جناب بزبیچوک، خبرنگار بی بی سی از فرودگاه بین‌المللی کیف با ما. باید بگیم که یکی از مقام‌های هواپیمای ایران گفته که ما در واقع جعبه سیاه رو خودمون بررسی میکنیم، اما میتونه هیئتی از اوکراین هم در این بررسی حاضر باشه. این بر اساس خبرهایی هست که از خبرگزاری‌های ایران مخابره شده. اما حسین معینی، خلبان که دو روز پیش با همین هواپیما پرواز داشته، الان از کیف در اوکراین با ماست، و همینطور کاپیتان خلبان هوشنگ شهبازی از تهران، خوش آمد میگم به هر شما. آقای معینی، شما خلبان همین هواپیما بودید که الان سقوط کرده. ممکنه بیشتر به ما بگید که در واقع شیوه های نظارتی فنی چطور بوده؟ این هواپیما آیا به نظر شما سلامت میرسید؟ گفته شده نقص فنی دلیل ماجرا بود. سلام، خسته نباشین. من اول تسلیت میگم خدمت همه بازماندگان این حادثه. واقعا خیلی حادثه بدی بود امروز. بله، من خلبان همین هواپیما هستم. واقعیت این که دو روز پیش با همین هواپیما پرواز داشتم، دقیقا با همین هواپیما به مقصد میلان از کیف پرواز داشتیم. این هواپیما خیلی امنی بود. حدود سه سال و نیمه که از کارخونه بوئینگ این هواپیما اومده و هواپیما نوعی محسوب میشه. از لحاظ سیفتی و تکنیکالی ایرلاین ما حدود 27 ساله که هیچ حادثه اینگونه نداشته و با من 27 سال ما با بوئینگ 737 پرواز میکنیم و هم مهندسای ما هم خلبانای ما خیلی خلبانای با تجربه، مهندس ما خیلی آدم با تجربه هستن. و دقیقا این گروه پروازی هم که امروز متاسفانه در این حادثه کشته شدن، اونا هم گروه خیلی ماهری بودن. و جالبه که ما دو سالی که شروع کردیم پرواز اونو به ایران، به تهران، توی پروگرام های ترینینگ خلبان ها فرودگاه تهران بوده و دائم ما تمرین میکردیم برای حوادث تو فرودگاه تهران به خاطر وجود کوه و شرایط جغرافیایی ایران، چون یکمی با شرایط اروپا فرق میکنه. ما دائم تمرین میکردیم، اتفاقا شرایط امرجنسی رو توی ایران توی سیمولیتور هر 6 ماه یه بار همه خلبان های ما تمرین میکرد. و این حادثه واقعا شوک بزرگی رو به کارمندان، خلبانا و همکارای من وارد کرد، چون که واقعا ما نمیفهمیم دلیلش چیه. خیلی شایعات اومده. آقای معینی، ممکنه ارسه بدید من اول از آقای شهبازی، آقای هوشنگ شهبازی رو وارد این صحبت بکنم، بعد سوال دیگه از شما بپرسم. آقای شهبازی، شما خود تو سابقه سالهای طولانی در واقع کار در هواپیمایی‌های مختلف در منطقه در ایران به خصوص، فکر میکنید که چه اتفاقی افتاده برای این هواپیما؟ میدونم که هنوز جعبه سیاه باز نشده، میدونیم که هنوز خیلی روشن نیست، اما حرف و حدیث زیاد هست حول این که چه اتفاقی افتاده باشه.
بله، بنده هم سلام و درود عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور تسلیت عرض میکنم به هموطنان عزیزم. این روزا متاسفانه داغدیده تو ایران زیاده و این هم مزید بر علت شد. من از این بابت تسلیت عرض میکنم. همینطور که دوست عزیزمون گفتن، این هواپیما هواپیمای تقریبا نوعی محسوب شد. سال 2016 اوکراین این را از بوئینگ تحویل گرفته. من تو اخبار شنیدم بعضی ها این هواپیمای 737 رو با هواپیمای 737 مکس اشتباه میکنن که این هواپیما مدلش 800 بوده و هواپیمای بسیار سیف و ایمنیه و تقریبا سانحه‌ای در دنیا به اون صورت نداشته. یکی از ایمنترین هواپیماهای در واقع بوئینگ هستش. این حدود 6 دقیقه بعد از پرواز، بعد از تیک آف که تقریبا مکس تیک آف ریتش موقع تیک آف هستش، از فرودگاه امام بلند شده، برج فرودگاه امام خمینی رو خداحافظی کرده و قبل از اینکه با اپروچ مهرآباد تماس بگیره در ارتفاع 7900 فیت بوده که متاسفانه این اشکال براش پیش میاد. یعنی تا اینجا اوج هم میگیره. اینجا اتفاقات مختلفی ممکنه بیفته. ما همینطور که همکار عزیزم خدمتتون توضیح دادم توی سیمولیتور همه اینها رو در واقع تمرین میکنیم و هیچ هواپیمای اشکالداری رو که از قبل مهندس‌های زمینی یا اینکه خودمون که هواپیما رو بازرسی میکنیم اگر اشکالی نداشته باشه پرواز نمیبریم، مگر اینکه یه اتفاقی به صورت سانحه بعداً برای هواپیما، مثلا ممکنه این انجین فایر گرفته باشه، ممکنه خیلی اتفاقات دیگه همینطور که شما فرمودید. فکر نمی‌کنید این فاصله خیلی کوتاهی بوده؟ اینکه اگه می‌فهمید فقط 6 دقیقه از در واقع پرواز گذشته بوده، حتی تیک آف به نظر میاد که هنوز کامل نشده بود. چطور ممکن است که این اتفاق با این سرعت بیفته و باعث سقوط بشه؟ خب توی تیک آف، توی پرواز هواپیمایی معمولا فیز تیک آف حساس‌ترین و خطرناک‌ترین لحظه پرواز هست به خاطر وزن هواپیما، به خاطر خیلی مسائلی که ماها به اصطلاح درسش رو میخونیم. معمولا خطرناک‌ترین و سنگین‌ترین فیز پرواز فیز تیک آف هست و ممکنه، یعنی اتفاقاتی که برای هواپیماها در دنیا معمولا سوانح میفته معمولا تو این فاز به خاطر همین مسئله است. الان همینطور که شما گفتید، تا وقتی که FDR این هواپیما آنالیز نشه، ما اگر حدس و گمانی هم بزنیم فکر میکنم که درست نباشه. ولی شما اشاره‌ای رو کردید که این همکار عزیز خبرنگارمون از اوکراین نگران به اصطلاح مسئله تنش ایران و آمریکا بودن. من میخوام اینو اینجا کلیر بکنم خانم قاضی زاده. الان این مسئله تنش که کاهش پیدا کرده، البته اون موقعی هم که این هواپیما پرواز کرد هنوز این تنش موجود بود، ولی این پرواز و پرواز ترابری در ایران ربطی به تنش‌های بین ایران و آمریکا نداره و فضای مانوردی ایران بسیار ایمن هست و هیچ ارتباطی بین تنش ایران و آمریکا و این پرواز و سانحه‌ای که به وجود اومده اصلا مطرح نیست و نباید باشه. آی معینی، نظر شما چیه در مورد اینکه این اتفاق در چند دقیقه درست بعد از شروع پرواز اتفاق افتاده و با توجه به اینکه شما سابقه داره اونجا کار کردید، از نزدیک آشنا هستید، معاینه های فنی و سیستم فنی که اونجا وجود داره تا کجا تضمین کننده سلامت پرواز هست؟ جان معینی از شما پرسیدم. نظر شخصی من هست و من از طرف ایرلند صحبت نمی کنم. در مورد سوال شما بگم که خدمتون، ما 100% هواپیمایی که پرواز میکنه در لحظه پرواز اون هواپیما سیفه و از لحاظ مهندسی کاملا هواپیما سلامت کامل داره، چون در غیر این صورت هیچ وقت خلبانامون حاضر نیستن که هواپیما رو پرواز کنن با اون هواپیما پرواز اگه نقص فنی داشته باشه. اما مسئله که پیش اومده اینجا اینه که یه مقدار سوالاتی پیش اومده برای بعد از اون که یکی از دوستان تو ایران گفته بود که مثلا اینکه جعبه سیاهو نمیخوان بدن، یه کمی توی اوکراین سوال پیش اومده بود که چرا
مایل نیستن جعبه سیاه رو بدن. از یک بار این سوال از گفتن جعبه سیاه رو به آمریکا نمیدیم. البته میتونن یک گروهی در واقع کارشناسان اوکراینی بیان و همزمان با کارشناسان ایرانی نظارت بکنن. این چیزی است که مسئولان ایرانی گفتن. بله، من دارم میگم چیزی که باعث یه سری شایعات شده و یه سری مقدار عکسایی هم اومده بیرون و متاسفانه این حادثه وقتی افتاد دقیقاً که بعد از حمله موشک ایران به بیس آمریکایی و FAA آمریکا دقیقاً یک ساعت دو ساعت قبل از این اتفاق پروازشون روی ایران و خلیج فارس ممنوع کردن و این باعث شد که مقدار حواشی هم ایجاد بشه. هواپیما من بازم تاکید میکنم که کروی ما از 3 نفر تشکیل میشده، 3 تا خلبان خیلی ماهر بودن، من شخصا اینا رو میشناختم و اینا دائم تمرین میکردن این سیتویشن های مختلف رو. حتی آقای ماینی فکر میکنید چی شده؟ کاپیتان ماینی فکر میکنید چی شده که بین اون در واقع در این دقایقی که هواپیما در حال آتش گرفته در حال حرکت بوده هیچ صحبتی بین هواپیما و برج مراقبت گزارش نشده؟ این نشون دهنده اینه که یه اتفاق خیلی به قولی سادنلی یا مثلا خیلی یک دفعه ای انجام شده. یه اتفاق افتاده که نتونستن خلبان ها 3 نفری که توی کاکپیت بودن هیچ کدومشون هیچ ریاکشنی نشون بدن از خودشون. برای همین هم یکی از دلایل هم همینه، چون معمولا وقتی انجین فیلر یا انجین فایر میشه یکی از کارهای اولیه که ما انجام میدیم درشت خودمون اینه که به برج مراقبت خبر میدیم که ما مشکلی واسه اون پیش اومده تا اونا هماهنگیاشو برای زمین بکنن. اما این مسئله که پیش اومده اینه که نتونستن حتی با برج مراقبت صحبت کنن و دیکلیر کنن که یه امکان امرجنسی اتفاق افتاده. این خودش هم یکی از مشکلاتی که ما الان واسه ما واقعا قابل فهم نیست، یعنی چه اتفاقی افتاده یک دفعه، چون که حتی اگر موتور آتیش بگیره اینجوری نیست که در یک ثانیه این آتیش بگیره و ما هیچ فرصتی نداشته باشیم هیچ ریاکشنی نشون بدیم. و ما بارها اینو روی سیمولیتور تمرین میکنیم، ما وقت داریم، هر کسی مسئولیت خودش رو میدونه. اما اینجا واقعا یه اتفاقی افتاده که خلبانا حتی وقت نکردن هیچ ریاکشنی نشون بدن و به برج مراقبت اطلاع بدن که این اتفاق افتاده. واسه ما خیلی سوالا پیش اومده واسه ما که واقعا هنوز واسه ما معلوم نیست و منتظریم که جعبه سیاه انشالله در بیاد اطلاعاتش و ما واسه همون خیلی چیزا یعنی پاک کلیر بشه که بفهمیم چی اتفاق افتاده واقعا. البته ما تازه ترین خبرهایی که همین لحظات پیش به دستمون رسیده این هستش که در واقع خبرگزاری های مثل رویترز دارن به نقل از نهادهای اطلاعاتی غربی میگن که هواپیما به خاطر نقص فنی سقوط کرده به احتمال زیاد، چون موشکی در واقع اطرافش در واقع اونها رصد نکردن دست کم. آقای شهبازی، در مجموع تا چه حد در شرایطی که این چنین هست، شرایطی که فضایی هست که احتمالاً فضای خطرناکی ممکن هست باشه، تا چند ساعت تا چه مدت فرودگاه ها هواپیمای پروازها رو به تاخیر میندازن، به تعویق میندازن تا مطمئن بشن؟ چطوری این اطمینان رو حاصل میکنن که الان دیگه میشه هواپیماهای مسافربری پرواز بکنن در شرایط این چنینی؟ من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم میخوام دو تا مسئله‌ای که جناب آقای معینی همکار عزیزم مطرح کردن جواب اونها رو بدم، به خاطر اینکه من در سازمان هواپیمای کشوری ایران کار کردم و از نظر قانونی این نیستش که جعبه سیاه رو ایران بخواد مخفی نگه داره. به احتمال 90% ایران خودش آنالیز خواهد کرد و اگر نتونه از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان کمک خواهد گرفت و اونجا آنالیز خواهد شد، مثل سواره دیگه‌ای که گاهی اوقات نمیشه اینا رو آنالیز کرد میبره توی اروپا. اینکه به دست آمریکایی نمیخواد بده، خب این یه سیاستی که داره. ولی اوکراین از نظر قانونی میتونه در بررسی سانحه شرکت بکنه، سوانه کشور اوکراین و هیچ چیزی مخفی از اونها نداریم، خودشون میتونن همکاری بکنن و به بررسی سانحه توی ایران به سازمان هواپیمایی کشوری ما کمک بکنن. پس اینجا هیچ مشکلی نیست، هیچ حرف و حدیثی هم پشت قضیه نیستش. ولی از نظر سوالی که شما فرمودید،
این مسئله در واقع به سردمداران و بزرگان نظامی یک کشوری بستگی داره. وقتی که حمله ای رو میخوان انجام بدن، وقتی جنگی رو میخوان شروع بکنن، اونها اگر مثلا برای تعداد مسافرهایی اگر یا هواپیمایی اگر خطر ایجاد بکنه، شما همینطور که میدونید توی این پرواز بیشترین مسافرها ایرانی بودن و هیچ وقت سران کشور من یا سران نظامی کشور من، با اینکه میگم این همه ما داغ دیده هستیم، نمیخوان که 140 نفر 150 نفر دیگر هم باز دوباره رادار بود. مطمئنن اگر خطری این هواپیما رو تهدید میکرد، مطمئنن این هواپیما رو مانع تیکافش، مانع پروازش میشدن. پس بنابراین هیچ تنشی، هیچ به اصطلاح ربطی به تنش‌های نظامی بین ایران و آمریکا، ایران و عراق و نمیدونم منطقه نداره. یه مسئله دیگه ای رو به اصطلاح میخواستم خدمتتون عرض بکنم. این هواپیما سانحه نرمال داشته. این سانحه هر لحظه برای هر هواپیمای نوعی مثل یه ماشین نو میمونه که شما از کارخونه در آوردید سوار میشید جاده، ممکنه یه میخی بره توی لاستیکش پنچر بشه. فقط میخوام به عنوان سوال آخر آقای معینی خیلی کوتاه اگه ممکنه شما به ما بگید، گفتید که این تیم پروازی کارکشته‌ای بود، شما میشناختینشون، اینها ایرانی بودند یا اوکراینی؟ نه، ما توی ایرلاینمون همه ایرلاین خلبان ها همه اوکراینی هم. سرکپتان استاد خلبانی که توی پرواز بوده بوده 12000 ساعت پرواز داشته، کپتان هواپیما 11000 ساعت پرواز داشته و فرست آفیسر یا کوپایلتش بوده 7200 ساعت پرواز داشته. توی ایرلاین ما جز من همه اوکراینی هستند، برای همین ما کسی نداریم. متشکرم از شما کپتان حسین معینی خلبانی که 2 روز پیش با هواپیما پرواز کرده بوده و کپتان خلبان هوشنگ شهبازی از تهران. ممنونم از هر دوی شما. مک بیویان خلبان سابق و رئیس پیشین عملکرد پرواز در سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا سکس در بریتانیا با ماست. آقای ویویان، شما نظرتون راجع به این اتفاقی که افتاده با توجه به تصاویری که دیدید و جنبندی هایی که این ور اون ور شنیدید چی هست؟ سوال خیلی جالبیه و خیلی روشنه که من نگران این هستم که باید از گمان زنی در این مقطع که قرار تحقیقات انجام بشه خودداری کنیم. با وجود این، من امیدوارم که کارشناسان بتونن که در نهایت به پاسخ سوال برسن. این یک مقدار تصورش سخته که نقص فنی بوده باشه، برای اینکه هم هواپیما جدید بوده و هم این خطوط هواپیمایی سابقه خوبی داشته و خدمه اون هم خوب تعلیم دیده شده بودند و به نظر میاد که هواپیما هم نگهداریش به خوبی انجام شده باشه. بنابراین به نظر میاد که باید فکر کنیم به فاکتورهای خاصی مثلا بدی هوا یا خطای انسانی. به نظر نمیاد که بتونن نقشی داشته باشن در این قضیه. از نظر من یک چیزی که نگران کننده است اینه که هواپیمای 737، حالا هر مدلش باشه، چون مدل‌های مختلفی هست، میتونه حتی به راحتی با یک موتور هم به پرواز خودش ادامه بده و حتی طبق تمرین‌هایی که خود من شخصا انجام دادم در بعضی موارد در سیمیلیتر در شبیه‌ساز انجام دادم، میتونه حتی با وجود نقص هر دو موتور بدون هیچ موتوری ادامه بده به پرواز خودش. خب این خیلی مسئله مهمی هست. گفته میشه که به احتمال زیاد اگر که نقص فنی باشه از یکی از موتورهای این هواپیما آغاز شده که آتش گرفته بود، اما اون تصاویری که ما میبینیم این هستش که هواپیما در فاصله بسیار اندکی کلن تبدیل به یک گلوله آتشین میشه تا وقتی که سقوط میکنه. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده با این سرعت زیاد؟ بله، این نکته خوبیه و باید به این اضافه کنیم که به نظر میاد که خیلی سریع مشتعل شده. و نکته دیگر این است که تصویری که در رادار از هواپیما دیده شده به نظر نمیاد که نشون میده که هواپیما
حتی بعد از اینکه هواپیما اگر دچار مشکل شده باشه تصاویر روی رادار باید تا حدی تا مدتی باقی بمونن روی رادار، اما در این مورد به نظر میاد که تصویر رادار خیلی سریع محو شده، هواپیما از رادار خیلی سریع محو شده. بنابراین چه این بحث موتور بوده باشه یا هر بحث دیگری، این مسائلی که همین الان فهرست کردم اینها پاسخی براشون هنوز موجود نیست. به نظر میاد که در مورد جعبه سیاه هواپیما گفته میشه که از دو جعبه سیاه یکیش سالم هست و پیدا شده، اما ایران گفته اون رو تحویل بوئینگ به خاطر اینکه یک شرکت آمریکایی هست نمیده. ممکن شما با ما بگید پروسه خواندن جعبه سیاه و تحقیقات به چه شکل معمولا انجام میشه؟ صحیح. پس برگردیم به بحث تحقیقات در این باره. تحقیقات در این موارد اینچنینی رو سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی مدنی اداره میکنه و در این مورد کشور ایران دخیل درش خواهد بود، جایی که سانه اتفاق افتاده، کشوری که خط هواپیمایی رو داشته یعنی اوکراین، و همینطور تولید کننده موتور هواپیما که فرانسوی‌ها و آمریکایی هستند، و البته معمولاً سازنده هواپیما هم باید دخیل باشه، نقش خیلی بزرگی باید داشته باشه، و نهاد به اصطلاح رگولیتر یا ناظر بر مسائل ایمنی ایالات متحده آمریکا. در این مورد به نظر میرسه که نخوان آمریکایی‌ها رو نقشی بهشون بدن، برای اینکه ایرانی‌ها حساسیت دارن به نقش اونها در خاورمیانه، ولی باید بدید که همه ما هدفمون این است که بهبود وضعیت امنیت پرواز رو شاهد باشیم، و بنابراین همه باید درش نقش داشته باشن، و به نفع همه است که آمریکایی‌ها و کارشناسی آمریکایی‌ها، توانایی آمریکایی‌ها و سازنده آمریکایی یعنی بوئینگ و نهاد آمریکایی ناظر بر امنیت پرواز، اونها هم دخیل بشن در این پروسه. اگر که هر دو جعبه سیاه و ضبط کننده کابین پرواز، کابین خلبان پیدا بشن، من فکر می‌کنم که قاعده اینه که معمولا در آمریکا خونده بشن، اما در گذشته بوده که در جای دیگری، در کشور دیگه هم خونده بشن. مثلا در این مورد احتمال داره که این به فرانسه ارسال بشه، در گذشته در مورد مثلا یک سانه هوایی در مورد مصر که یک ایرباسی در روی دریای مدیترانه دچار سانه شده بود، چون فرانسوی هم کارشناسی لازم رو داشتن این رو به فرانسه فرستادن در گذشته. مایک ویویان، خلبان سابق و رئیس پیشین عملکرد پرواز در سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا ساسک، ممنونم از شما. ما برگردیم به خبر تنش بین ایران و آمریکا. همونطور که در خبرها حتما شنیدید، صبح امروز ایران با موشک پایگاه‌های آمریکا در عراق رو هدف گرفت. پس از اون همه منتظر واکنش دونالد ترامپ بودند و این واکنش اوست. ما هیچ تلفاتی نداشتیم، همه سربازان ما در ایمنی و امنیت هستند و تنها خسارات اندکی به پایگاه‌های نظامی ما وارد شد. نیروهای عالی آمریکا برای هر رویدادی آماده هستند. ایران به نظر میاد که قصد داره که دست از عملیات خودش برداره، که یک چیز خوبیه برای همه طرف‌ها و برای کل جهان. هیچ آمریکایی یا عراقی جانش رو به خاطر تدابیری که ما اتخاذ کرده بودیم از دست نداد، برای اینکه نیروهامون رو متفرق کرده بودیم و به خاطر یک هشدار، سیستم هشدار از قبل که خیلی خوب عمل کرد. و در پاسخ به عملیات اخیر ایران، ایالات متحده بلافاصله تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع خواهد کرد. این تحریم‌های قوی برقرار خواهند بود تا زمانی که ایران رفتار خودش رو عوض کنه. ایران باید برنامه هسته‌ای خودش رو، آرزوهای هسته‌ای خودش رو رها کنه و حمایتش از تروریسم رو هم رها کنه. زمان اون فرا رسیده که بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین این واقعیت رو به رسمیت بشناسند. اونها باید حالا از اون چیزی که از برجام باقی مونده جدا بشن و عقب نشینی کنند و خارج بشن، و ما بعد کار خواهیم کرد روی توافقی با ایران که جهان رو امن‌تر خواهد کرد.
همچنین باید به توافقی برسیم که به ایران اجازه میده که به رفاه و پیشرفت اقتصادی برسه و از منافع و منابع بالقوه بی‌نهایت خودش استفاده کنه. داعش یک دشمن طبیعی ایران هست. نابودی داعش برای ایران خوبه و ما باید با هم کار کنیم روی این هدف مشترک و روی اولویت‌های مشترک دیگر و در نهایت به مردم ایران و رهبران ایران. ما می‌خوایم که شما آینده خوبی داشته باشید، آینده‌ای که مستحقش هستید، آینده‌ای از رفاه، صلح و آرامش با ملت‌های جهان. ایالات متحده آماده است که آغوش خودش رو به سمت صلح و کسی که به دنبال صلح هست باز کنه. بخشی از صحبت‌های امروز دونالد ترامپ در واکنش به تحولات دیشب بود. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک با ماست. بهمن، این حرفا چه واکنشایی در آمریکا داشت؟ جمهوری‌خواهان ازش استقبال کردن. مثلا رئیس کمیته سیاست خارجی سنا گفت که خوشحالم که رئیس جمهوری گام به سوی کاهش تنش‌ها برداشته. دموکرات‌ها هم البته خوشحال بودن برای اینکه نگرانی شدید وجود داشت در بینشون دیشب که آقای ترامپ ممکن است دست به یک کاری بزنه که منجر به یک جنگ بزرگتر بشه، ولی انتقاد هم کردن، از جمله اینکه گفتن نشون میده که سیاستش در برابر ایران کاملا شکست خورده و همه اون چیزهایی که گفت رخ نخواهد داد و اساسا این سیاست فشار حداکثری رو برای کاهش اونها وضع کرد و انتخاب کرد. اونها هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. مهمترینش این بود که ایران قدرتش در منطقه کاهش پیدا بکنه، فعالیت اون فعالیتی که آمریکایی‌ها مخرب میدونن محدود بشه و اینکه برنامه هسته‌ایش حاضر بشه یه محدودیت‌های جدیدی رو برش بپذیره. همه اینها درست برعکسش اتفاق افتاده از دید دموکرات‌ها، در نتیجه اونا میگن سیاست آقای ترامپ شکست خورده، باید بپذیره و همین که نرفت به سمت برخورد شدیدتر گام خوبی است ولی کافی نیست برای اینکه باید بره به سمت دیپلماسی. و حتی جلسه‌ای بود در کنگره امروز که می‌دونیم مقام های اطلاعاتی از شخص وزیر خارجه تا رئیس CIA به نمایندگان مجلس و سناتورها در مورد اطلاعاتی که مبنای حمله به قاسم سلیمانی قرار گرفت گزارش دادن به کنگره و از درون اون هم اختلاف های معمول جناحی بروز کرد. همه به یک حرف گوش داده بودن ولی دموکرات ها آمدن گفتن ما هیچ ادله‌ای که اینجا ارائه شد درش ندیدیم که نشون بده که واقعا قاسم سلیمانی قرار بوده یک کار، یک حمله ای رو تدارک دیده بوده که در همون روزهای بعد قرار بوده انجام بده. و جمهوری خواه آمدن گفتن نه، اونطوری که توضیح دادن به هر حال این آدم خطرناک بوده و خوبه که حذف شده. به همین جهت از این بین هر دو طرف بر سر اون چیزی که از در این جلسه اطلاعاتی پشت درهای بسته بهشون ارائه شده هم اختلاف برداشت داشتن. متشکرم بهمن کلباسی خبرنگار ما در نیویورک. اما تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا در روزهای اخیر واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای هم در پی داشته از طرف کشورهای کوچک و بزرگ منطقه تا همینطور قدرت‌های جهانی. نگرانی اصلی احتمال وقوع جنگی فراگیر در خاورمیانه بود. کیوان حسینی همکارم جزئیات بیشتر را از تحولات و واکنش‌ها دنبال کرده. کیوان، از منطقه شروع بکنیم. می‌دونیم که کشورهای منطقه این نگرانی رو داشتن در مورد جنگ. اونها چه کردن؟ چه گفتن؟ نکته‌های مهمش چه بود در گفت‌های اونها؟ به طور مشخص چند کشور بودن که این نگرانی داشتن که اساساً در بین آتش جنگ تهران و واشنگتن گیر بکنن و تهدیدهای حتی به شکل مستقیم شاید متوجه اونها بشه. عربستان و امارات کشورهایی هستند که میشه از اونها نام برد و هر دوی این کشورها امروز واکنشی بسیار محتاطانه و محافظه‌کارانه ای رو در ارتباط با حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع آمریکا اتخاذ کردند. به رغم اینکه شاید برخی پیش بینی میکنن که خوشحال باشن این کشورها به هر حال رقیب منطقه ایران هستن، هیچ کدومشون در واکنشایی که نشون دادند جمهوری اسلامی ایران و این حملات رو محکوم نکردند، بلکه تنها خواستار تنش زدایی و خیشتنداری شدند و در واقع مسیری رو رفتند که شاید جلوی تنش بیشتر و مستقیم با جمهوری اسلامی ایران بین اینها گرفته بشه. و مشخصا امارات که دیشب هم یک سری شایعاتی منتشر شد که هواپیماهای آمریکایی از امارات بلند شدند، با این در واقع مسئله در شبکه‌های اجتماعی امروز روبرو شد که گفته شد تهران به طور مستقیم تهدید کرده که دبی رو میزنه که در اونم
آخرش به اینجا رسید که حکومت امارات تکذیب کرد، گفتش که هیچ تهدید مستقیمی رو از ایران دریافت نکرده، هرچند که توی بیانیه سپاه یک لحن تهدیدی نسبت به کشورهایی که احتمالاً کمک بکنن به ایالات متحده آمریکا بود. این اضافه بکنم که امروز علی ربیعی سخنگوی دولت هم به طور مستقیم درباره این موضوع اظهار نظر کرد و گفتش که جمهوری اسلامی ایران هیچ برنامه‌ای نداره برای اینکه به گفته ایشون کشورهای برادر و مسلمان رو هدف قرار بده در منطقه. و جالب این اشارات با توجه به اینکه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی صحبتایی بود از اینکه او برای میانجیگری در بغداد در واقع سفر کرده بود و اینکه میخواست در واقع حاوی پیام ایران به یک پیام پیشینی بود که از طرف عربستان ارسال شده بود. واکنش عربستان جالب است. ما میدونیم که واکنش اسرائیل خیلی روشن بود. اسرائیل گفت، آقای نتانیاهو گفت که خیلی خوشحالیم و باید سلیمانی کشته میشد. واکنش عربستان چه بوده؟ این مسئله عربستان اینه که در نهایت افزایش نفوذ ایران در منطقه و اون پروژه‌ای که آقای سلیمانی در چارچوب گفتمان محور مقاومت دنبال می‌کرد رو به ضرر منافع خودشون ارزیابی می‌کردن. اونها فکر می‌کردند که این مسئله بر قدرت جمهوری اسلامی ایران می‌افزایه و در غیاب کشوری مثل عراق در دوران صدام حسین که هیچ کس نیست جلوی ایران توازن قوا در خاورمیانه برقرار بکنه، اونها ناچارند که به سیاست خارجی تهاجمی روی بیارن تا بتونن جلوی ایران توازن قوا ایجاد بکنن. در تصویر کلی اینطور به نظر میرسه که عربستانی‌ها باید خوشحال باشن از این موضوع. در اولین واکنشی هم که نسبت به کشتن قاسم سلیمانی داشتند، از جمله معدود کشورهای عربی بودند که به مسئله آنچه که تهدید امنیتی سلیمانی خونده میشد اشاره کردند و به نوعی فعالیت‌های سپاه قدس رو گفتند که ما به عنوان فعالیت‌های تروریستی به رسمیت می‌شناسیم و تنش‌زا می‌دونیم. اما الان و خصوصا وقتی بحث جنگ جدی شد، موضع عربستان تا اندازه زیادی متعادل شد. وقتی تنش واقعا به شکل جدی بالا گرفت، آقای محمد بن سلمان شخصا برادرش رو فرستاد به اول لندن و بعد به واشنگتن. خالد بن سلمان که سفیر آمریکا در بخش عربستان در آمریکا هم بوده، تصاویری هم ازش منتشر شد که دیروز مستقیم با خود آقای ترامپ هم دیدار کرد و گفته شد که بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری دولتی عربستان میگم، پیام ایشون این بود که خواستار تنش زدایی بود و این شد موضعی که حالا عربستان داره دنبال میکنه، یعنی تضعیف جمهوری اسلامی اما جنگ تمام عیار نه. در مورد اروپایی ها هم به اون بگو، میدونیم که جلساتی بوده، جلسات متعددی بوده در پارلمان بریتانیا بود که البته بیشتر به نظر میرسید جلسه در پارلمان بریتانیا صرف این شد که رهبر مخالف دولت و نخست وزیر با هم دیگه یک دعوای لفظی معمول داشته باشن. اما چی میشه برداشت کرد از اینکه اروپا کجای این داستان ایستاده؟ اروپا در جریان حمله به شکل یک پارچه اون رو محکوم کرد. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که وقتی به تحرکات نظامی جمهوری اسلامی ایران میرسه قضیه، در نهایت اروپایی‌ها و ایالات متحده آمریکا در یک جبهه قرار می‌گیرند. اونم از این جهت هستش که محور مقاومت فقط این نیستش که ضد آمریکایی یا ضد اسرائیلی باشه. بسیاری اون رو ضد غربی هم توصیف می‌کنند و اعتقاد دارند که مجموعه این گروه‌های شبه نظامی که در کشورهای مختلف دارن فعالیت می‌کنند به یک ایدئولوژی پایبند هستند که در نهایت در تلاش هستش که به شکلی جلوی غرب واسه. حالا اگر که با یک نگاه همدلانه یکی بخواد بهشون نگاه کنه، میگه سابقه استعمار در منطقه باعث شده که اینها با سلطه غرب مخالف باشند، ولی از یک نگاه دیگه هم کسانی هستند که میگن اینها اصولا با ارزش‌های غربی مثل دموکراسی و حقوق بشر مشکل دارن، به خاطر اینکه وقتی فضای دموکراتیک و تحولات دموکراتیک اتفاق میفته، اینها شانس قدرت رو در تک تک این کشورها از دست میدن و در جمهوری اسلامی ایران. برای همین وقتی که صحبت از فعالیت نظامی باشه، اینها یک دست و یک پارچه با این مسئله مخالفند و به همین دلیل هم امروز همشون، یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، اتحادیه اروپا، در تمام سطوح و ناتو این حملات رو محکوم کردن. متشکرم کیوان. کیوان حسینی همکارم در استودیو با ما. اما گریه آیت الله خامنه ای در مراسم تشییع قاسم سلیمانی بازتاب های گسترده ای داشت. مقام های حکومت ایران در 40 سال گذشته از مجالس عزاداری و گریه های احساسی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بسیج نیروهای نزدیک به خود استفاده فراوان کردند. فرنوش امیرشاهی در گزارش نگاهی کرده به این موضوع. اشک‌های آیت الله خامنه‌ای بر پیکر فرمانده محبوب نظام قاسم سلیمانی. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. خیلی عزیز هستی.
تصویر عزاداری مقامات ارشد لشکری و کشوری بارها از تلویزیون و سایر رسانه‌ها نمایش داده شده. نشانی از شوکی بزرگ در از دست دادن فرماندهی کلیدی. برگزاری مراسم عزاداری حکومتی فرصتی برای نمایش یک همبستگی ملی ایجاد کرده و شاید فرصتی برای سرپوش گذاشتن بر نارضایتی ها. تاییدی که هسته مرکزی قدرت بعد از سرکوب گسترده اعتراض های آبان به آن احتیاج داشت. در 40 سال گذشته بارها از مجالس عزاداری و گریه های احساسی برای سازماندهی نیروهای نزدیک به حاکمیت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده شده. ما ملت گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین اشک ها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده. این ایدئولوژی در هیئت‌های مذهبی و مداحی‌های سال‌های جنگ نقش ویژه‌ای در تشویق و تقویت روحیه جنگی داشت. همان الگویی که در زمان جنگ نیابتی ایران در سوریه برای فرستادن نیروهای معروف به مدافعان حرم استفاده شد. با نوای کاروان بار بندید همراهان این قافله از کرب و بلا. آیت الله خامنه‌ای بیش از آیت الله خمینی از هیئت‌های مذهبی حمایت کرد. که سر به نیداد و زیر بار ستم نرفت سرش تکیه بر نیزه قریبی دار. رهبر جمهوری اسلامی خود در دو بزنگاه تاریخی با اشکهایش توانست نیروهای موسوم به حزب اللهی و انقلابی را علیه منتقدانش ساماندهی کند. اولین بار بعد از حوادث کوی دانشگاه. اگر عکس من را هم آتش زدن پاره کردن. او در اتفاقات پس از انتخابات سال 88 هم اشک ریزان سخن گفت. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. نفوذ گریه های سیاسی در دوران انتخابات هم کاربرد زیادی داشته. بعضی به دل نشسته و برای کاندیداها رأی خریده، بعضی هم به تناسب شخصیت و سابقه فردی که اشکهایش مقابل دوربین ها جاری شده تأثیر برعکس گذاشته. محمد خاتمی سال 80 با اصرار هوادارانش تصمیم به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گرفت. با اینکه خاتمی در آن سال رأی بالایی به دست آورد، اما گریه های غلام حسین کرباسچی چهره شاخص حزب کارگزاران نتوانست ورق را به نفع مهدی کروبی برگرداند. سندیده ای نیست. شما در مقام ریاست جمهوری مصمم هستید که از هر ابزاری حتی آبروتون برای این کار از دیگر گریه های تاریخ 40 ساله انقلاب، اشکای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و در واکنش به نطق دختر جوانی درباره ناامیدی از رأی دادن بود. از اون ور که پدر و مادر من و خانواده من چه احساسی تو این شرایط بهشون وارد شده؟ همه با چشم بی‌اعتمادی میخوان به من نگاه کنن. حتی وقتی به خونه میرسم باید جواب همه اون بی‌اعتمادی ها رو بدم. همه بقیه حزب دارن، گروه دارن، ثروت دارن، پشتوانه های رسانه‌ای دارن. فکر کردن ما کسی رو نداریم. اشک‌های محمود احمدی نژاد دیگر رئیس جمهور ایران
از جنس دیگری بود. او برای رفقای سیاسیش در یک سخنرانی گریه کرد. به حرمت امام زمان، به قدر و منزلت امام زمان، به قصه های امام زمان، ای خدا. وجه اشتراک تمام گریه ها و عزاداری های مقامات در سالهای گذشته بهره بردن از احساسات مذهبی و فرهنگی جامعه برای رسیدن به یک هدف سیاسی و ایدئولوژیک بوده. ما یک ملتی هستیم که با همین گریه ها یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم. این ایدئولوژی و گریه های سیاسی معلوم نیست که بتواند شکاف عمیق حکومت و مردم را پر کند. سقط عن فرسه علی خد الایمن. امام حسین از بالای اسب به روی زمین قرار گرفت با صورت راست خودش. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. وقتی رو خاک قرار گرفت چی گفت امام حسین؟ به پایان این 60 دقیقه ویژه رسیدیم که 2 ساعت طول کشید. ممنون که با ما همراه هستید. پوشش زنده ما کماکان در طول شب ادامه خواهد داشت. با بی بی سی فارسی همراه بمونید. شب و روزتون خوش.